سلام مخاطبین عزیز پادکست اکنون اومدیم با یه قسمت جدید و احتمالاً بسیار جذاب برای خود من درباره برند و برندسازی با رضا مهدوی عزیز روز جان یه سلام علیکم های داشته باشی با بچه ها سلام به شما و شنوندگان خوب پادکست اکنون قربونه برم رضا مهدوی یک دنیا تجربه موضوع بسیار جذاب هم خودش جذابه هم موضوعی که میخواد در مورد صحبت بکنیم خیلی کوتاه تو سی ثانیه بخوام یک مسیر طی شده و عنوان شغلی رضا رو بگم میشه مدیریت برند همراه اول مدیریت برند آپارات رایتل مدیریت بازاریابی هیوندای در ایران و این اواخرم مشاوره برندسازی فیلیمو مشاوره برندسازی دنیا اقتصاد همسا و ایران تلنت،, ایران تلنت و یه چند تا دیگه که حالا ما دیگه اونا رو نگفتم و الان هم توی دفتری هستیم که مؤسسش خودش مؤسس آژانس برندسازی و خلاقیت رضا مهدوی یه تریلی عنوان شد و این نشون میده که یه مسیر طی شده پرملاتی هست که ما میخوایم یه شخ بزنیم یه ذره مرورش بکنیم هم در مورد خودت و مسیر طی شده و هم عنوانه که کار میکنی برندسازی و خلاقیت و ترکیب اینها با هم به تصویری به من مخاطب این پادکستم میخوام ببینم قبل اینکه این آدم به من یه چیزی میگه ببینم کیه مسیر طی شدهش چی بوده دو دقیقه سه دقیقه به ما بگو از کی وارد شغل شدی فکر کنم دیگه نوجوانی به بعدش میشه دیگه خب حالا من که کودک کار بودم دیگه <تصفيق> <تصفيق> دیگه اونا رو آره نمیپردازیم آره آره به کودک کار نمیپردازیم ولی از دبیرستان بگم ریاضی فیزیک خوندم به خاطر علاقه ای که به زبان انگلیسی داشتم رفتم ادبیات انگلیسی خوندم در دانشگاه خارزمی سال دوم فهمیدم که زبان اون چیزی نیست که من میخوام mm. با توجه به علاقه که به حوزه گرافیک و هنر داشتم چون موقع خوشنویسی لاتین تدریس می کردم و بعدم یک کتابی تعلیف شد و چاپ شد و وارد حوزه آرت شدم طراحی گرافیک همون سال دوم دانشگاه یه دفتر کوچیک تبلیغاتی زدم م. که از کارخونه ها و حالا بیزنس که کسب و کارهای خوردی که توی کرج بودن سفارش کارهای گرافیکی می گرفتیم و بعد از اینکه فارغ تحصیل شدم یعنی از همون موقع هم دیگه به صورت سلف استادی یا خود آموز حالا کمتر انگلیسی مم. حرف بزنیم به صورت خود آموز بازاریابی خوندم بعد از اینکه فارغ تحصیل شدم دیگه وارد حوزه تبلیغات شدم و توی شرکتی که کار تولید بسته های آموزشی زبان انگلیسی می‌کرد یعنی اتفاقی که جالب بود این بود که اولین کارم هم به عشقم بود ده. هم به تخصص دانشگاهیم بود یعنی بسته های زبان انگلیسی که به صورت خودآموز شما میتونستین بخرید در منزل استفاده کنید و حالا یه استاد راهنمایی داشتید بعد یه پیشنهاد خیلی جذاب دریافت کردم از شرکت هیوندای برای راه اندازی واحد هیوندای در ایران راه اندازی بخش واحد بازاریابی هیوندای در ایران اونم تجربه بسیار جالبی بود به خاطر اینکه بخش بزرگیش این بود که من باید به تنهایی کار میکردم و اونجا مجبور شدم خیلی چیزا یاد بگیرم بعد یه پیشنهاد از تفال گرفتم که لانچ زود پسه کلیپس و کنترل و تکنولوژی ترموس با تفال بود بعدش پیشنهاد خیلی جذابی از سمت ایرانسل اومد به عنوان مسئول برگزاری رویدادهای های ایرانسل قره کشی ها و پروژه های اسپانسرشیپ ایرانسل مشغول به کار شدم تقریبا حدود سه سالی اونجا بودم بعد از ایرانسل اواخری که ایران سل بودم مشاوری مجموعه بودم در حوزه آرشی بهداشتی و پزشکی که چهار تا برند جهانی بسیار معروف داشت که بعد از اینکه در حقیقت از به صورت مشاوره باشون کار میکردم گفتن که آقا پاشو بیا اینجا به عنوان سی ام یا معاون بازاریابی بشین و من رفتم اونجا متاسفانه بعد از یک سال که اونجا زمینه ها رو چیدیم برای اینکه یه انفجار بزرگ شکل بدیم انفجار دلار اتفاق افتاد و اون جریان افزایش نرخ ناگهانی دلار که خیلی ها رو برشکست کرد و بعد از اون دیگه عملا دیگه کاری نبود که انجام بدیم چون در حد جارو کردن انبار بود رفتم رایتل به عنوان مدیر برند و اونجا هم تقریبا حدود 10 تا کمپین بسیار بزرگ و موفق اجرا کردیم با یه تیم درجه یک منتها به خاطر عدم ثبات مدیریتی خیلی رایتل جایی برای موندن نبود یه آفر از همراه اول گرفتم برای راه واحد برند رفتیم اونجا مشغول به کار شدیم با همکاری یک آژانس بین المللی پروژه تدوین استراتژی برند همراه اول رو انجام دادیم بعدش مدیریت برند آپارات رو داشتم و حالا فعالیت های مختلفی در هلدینگ سواییده بعد از اون یه دو سالی رستوران داری کردیم و با یه زیان سنگین خارج شدیم و بعد از رستوران دیگه وارد حوزه مشاوره شدم یعنی همون فضایی که از روز اول هم براش برنامه ریزی کردم و حالا اگه برای کسی هم سوال پیش بیاد که این همه جابجایی برای چیه در واقع جابجایی هدفش این بود که برسه به اون نقطه ای که تجربیات مختلف در طول این 15 20 سال برای جا زیاد راست چی بگو جا جام دیگه اخراجت میکردن <تصفح> نه خدا از همه جا با خوبی و خوشی جدا میشدیم و پروژه رو کامل تحویل میدادیم هدف این بود که من بتونم از این فرصت هایی که بهم به پیشنهاد میشه نهایت استفاده رو بکنم برای اون چشم انداز بزرگی که تو ذهنم بود اینکه یه روزی قرار نیستی که برای کسی کار کنی یه روزی قرار تو یک مشاور بشی یه روزی قرار به کسب و کارها کمک کنی هم. تنوع پروژه داشته باشی و از همه مهمتر اینکه زمانت مال خودت باشه کارمن نباشی کارمن نباشی, نباشی و آره من خب اون موقع آدمایی رو میدیدم که تو این سبک کار میکنن می میگفتم خب اینا خیلی شرایط بهتری دارن وقتشون مال خودشونه اون کاره بیشتر براشون تفریح تا کار و الان هم خب واقعیت اینه که اون چیزی که براش برنامه ریزی کردم و به دست آوردم آره بعدش دیگه وارد فضای مشاوره شدم و بعد از اونم دیگه تصمیم گرفتم تمام بچه هایی که به صورت پراکنده این مدت تو کارهای مشاورم به هم کمک میکردن همه رو یه جا جمع کردیم شد یه آژانس دوازده نفره که به نام خودمه آجانس. خوب. بله آه. این خیلی سریع و فشرده و تون تون مثل فیلم هم میزهید اینی که <تصفح> الان بچه ها شنیدن حدود 20 سال شد آه، آه، آه. آه. خب بریم یه گوشه شروع کنیم کالبوتشی کافی کنیم این با. 20 سال حتی به لحاظ درسی همینم بگم که بعدش دی بی ای خوندم توی یکی از محسس های خصوصی بعد از دی گفتم که آقا برم مثلا پی اچ دی بگیرم یعنی گفتم برم خب حالا تحصیل رو ادامه بدم برم ارشد مدیریت اجرایی بعدم برم پی اچ دی بخونم و رفتم کارشناسی ارشد ترم یک فهمیدم که این کار اشتباس و وقتی تو کار میکنی میری دانشگاه تازه اون موقع میفهمی حالا آف. من آف. سایر رشته ها رو کار ندارم تو رشته مدیریت وقتی میری تو توی دانشگاه تازه میفهمی خیلی دانشگاه به چیزی اضافه نمیکنه و بلا فاصله فهمیدم کار اشتباهیه و همون ترم یک دستی رو کشیدم اومدم بیرون و بعد کلا پرونده درس خوندن و تحصیلات آکادمیک رو گذاشتم کنام. کنار آره و الانم خیلی خوشحالم از تصمیمی که گرفتم و وقتی که نذاشتم بابت دانشگاه ولی اهل یادگیری هست زیاد کجاها یاد میگیری خیلی میخونم خیلی میبینم پادکست زیاد گوش میدم سمینار زیاد میبینم مقاله زیاد میخونم و ترجمه میکنم خیلی وقتا و اینا خوب خیلی کمک میکنه به یاد مهمه آدمی که اهل یاد گرفتم باشه کوالیتی محتوایی که دستش میاد میفهمه این که نه بذارمش کنار روی این بیشتر منو بدم زیر این خط بکشم به این فکر کنم به اونا فکر نکنم این جرأت در کنار گذاشتن دانشگاه به خاطر اینه که جرأت یادگیری داری براش وقت بذاری از این جنس آره و اینکه خب میدونی بعد از این مدت که کار میکنی میفهمی که یادگیری کف بازاره چون واقعیت اینه که برندسازی مدیریت اینا شپ علمن دیگه یعنی یک داستانهای موفقیتی بوده که تبدیل شده به مدل و حالا یه سری اصول و روش که میگن آقا اگه تو این کارو بکنی احتمالا مثل فلانی موفق میشی اگه این کارو بکنی میتونی برند بسازی همین اتفاقا داره کف بازار میفته برای همین وقتی تو اول کار میکنی بعد میری درس میخونی میبینی اه اینا چقدر با هم دیگه مچن و اونجاست که حالا ترکیب این دانش و تجربه اتفاق جذابی میفته وقتی خیلی خام وارد حوزه آموزش میشی یعنی شروع میکنی به اون اوایلش به انقدر متوجه دیتیل دیتایی که بهت میدن نیستی اون جزئیات رو درک نمی کنی. ولی وقتی کار میکنی بعد میری تصمیم میگیری بری توی آموزش خب خیلی اتفاق بهتری میافتاره مثلا ما توی اون دوره که دی بی ای خوندیم من همیشه اینو به عنوان یه مثال توی کلاس ها میگم مثلا به دوستا میگم مثلا یه وقتی دیدی آدم قور قر میزنن میگن که آیا مثلا ما رفتیم فلان دوره رو در فلان مؤسسه ثبت نام کردیم همه استاداش خوب نیست مثلا دو تا استاد خوب بیشتر نداشت میگم آقا اصلا دنبال این نباشید که اگه میرید یه جایی یه چیزی یاد بگیرید کل بسته خوب باشه شما ممکنه که یه جایی یک جمله از یه نفر بگیرید و زندگیتون عوض شه و من از اون دو سال فقط یه جمله برداشتم و اون جمله رو بقیه همکلاسیای منم هم شنیدن ولی فکر کنم فقط من برش داشتم چی تو سه اون آره یه استاد استراتژی داشتیم الان فامبیشم حضور ذهن ندارم میگفتش که چیزی به نام تبدیل تهدید به فرصت نداریم اون چیزی که شما فکر میکردین تبدیلش کردین از اول فرصت بوده و به من یاد داد که آقا باید به همه چیز به چشم فرصت نگاه کرد ولو اینکه ظاهر شبیه تهدید باشه چون وقتی یه چیزی شکل شبیه تهدیده و تو هم مثل تهدید باهاش مواجه میشی خیلی عکس ری یا ریاکت مناسب نسبت بهش نخواهی داشت هم. ولی وقتی دور جای دوربین رو عوض میکنی و میگی این حالا اوکی این ظاهر شبیه تهدیده بیا جای دوربین رو عوض کنیم مثل فرصت بهش نگاه کنیم و آره یه دریچه جدیدی باز میشه و خیلی جاها این موضوع به من کمک کرد و حتی به من کمک کرد که خیلی از شکستهای بزرگ زندگیم رو بپذیرم و نه تنها بپذیرم بلکه به عنوان فرصت بهشون نگاه کنم مثل همون شکستی که در رستوران داشتیم یا خیلی مسائل دیگه ای که بعدا پیش اومد و باعث رشد و پیشرفت شد یعنی علا رقم این که ظاهر شبیه این بود که او عجب بدبختی بزرگی حالا اونجا داستانش رو میگم مثلا یکی از خاطراتش رو بگم این بود که یه رستوران 400 متری زدیم با کلی هزینه یعنی اگه بخوام مثلا به پول الان بهت بگم حدود مثلا فکر کن امروز نزدیک ده میلیارد تومان هزینه و شب افتتاحی رستوران سوخت و کامل آتیش گرفت و حالا بعد فکر مثلا شما چهار ما کار کردی همش میسوزه بعد دوباره تصمیم میگیری که میگی آقا نه اشکال نداره سوخته که سوخته ما که میدونستیم داریم کار درستی میکنیم ما که میدونیم که قرار یه امپراتوری بزرگ بشه دوباره میسازیمش و با شرکا تصمیم گرفتیم که اه اوکی فراموش کنیم میسازیمش و اون چهار ماه تو دو ماه جمع شد و بعد رستوران دو سال کار کرد در اوج موفقیت حالا یه داستان دیگه پیش اومد اختلاف مالی بین شرکا و تمام و دوباره یه شکست بزرگ ولی مثلا یک سال اول یه ذره گیج بودم دیگه مثلا گفتم خب هر چی داشتید همش از بین رفت تمام سرمایت زمانت دار و ندارت همه چی خب صفر صفر مطلق حالا میخواد چیکار کنی یه یه سالی گیج بودم و دوباره همین جمله بود که اوکی آقا اصلا این تهدید نیست اصلا این اتفاق بدی نیست اصلا بیاد به چشم یه اتفاق خوب بهش نگاه متفاوت دیدن قصه آره و واقعیت اینه که بعد اصلا خود اون شد یک تجربه زی قیمت و ارزشمند و این خاطره ایه که وقتی که با صاحبان کسب و کار مطرح میشه براشون خیلی جذابه که میگن خب مثلا تو یه بار این کار رو برای خودت کردی <متصفح> یک بار مثلا اگه تو میگی مثلا باید با پرسنل اینجوری رفتار بشه یه بار خودت مثلا تجربه, <متصفح> تجربه آره تجربه مثلا حالا سی چل تا تو داشتی که باشون رفتار رو کردی تو تبلیغات اگه میگی فلان اتفاق برای خودت هم یه بار این کار رو کردی اگه میگی فلان رویداد باید برگزار شه یه بار خودت از جیبت پول در و این هزینه رو برای رویدادت کردی و شد یک اتفاقی که امروز به عنوان یک اسد ما در اختیارش داریم به عنوان یک دارایی دارایی آره دارایی که غیر قابل رقابت هم اصلا. غیر قابل رقابت آره کی آفه. میخواد کی حاضره که اون تجربه کنه آره. هیچ آفه. کس اصلا معلوم هم نیست اونجوری بتونه تجربه کنه آره دیگه و خودش آتیش بزن رستورانش <applause> <applause> نمیشه نمیشه کرد این بحث استراتژی خیلی جالبه چون منم ام که خوندم استراتژی رو انتخاب کردم بعد دیدم مثلا مارکتینگ خب خیلی پرن کلاسای ما در حد 10 نفر بودیم من اونجا حالا یه سری مباحثی که یاد میگرفتم یه چیزی که خیلی دوست داشتم و نمیشم گفت یعنی مثلا گفتنی هم نیست مثلا متفاوت دیدن قصه است خب طرف بگه خب چی تو باید سه روز حرف بزنی بگین کلمه متفاوت دیدنه یعنی چی ولی اون دیدن با ادای دیگه یه قصه یه آدمه یه کاره اون چیزی بود که من خیلی اونجا دوست داشتم و ازش یاد گرفتم مدل ذهنی متفاوت دیدن است میتونی بهش لینک بدی یا نه سوالت درست متوجه این متفاوت دیدن شد. قصه تهدید به فرصت هر چیزی فرصته یه جور متفاوت دیدنه یکی میگه با. ای وای چرا اینجوری تو میگی بعد توش چی در میاد این یه تغییر نگرشه که تو باید واقعا درونی درکش کنی یعنی اینطوری نیست که اوکی الان دوباره خیلی ها این پادکست رو میشنون این حرفا هم حالا دست به دست شد دیگه اون استاد به من گفته من الان به بقیه گفتم و گفتم چقدر اتفاق خوبیه حالا باز ممکن از کسایی که اینو میشنون یه سریا درکش کنن دقیقا انگار که مثلا یه تیکه پازله که رفته سر جای خودش نشسته جاش خالیه ممکنه یه جایی هم الان مثلا به یکی نشینه درکش نکنه آره. باید در زمان مناسب حرف مناسب به آدم مناسبش زده بشه تا بشینه و وقتی بشینه آره و بشینه کار میکنه دیگه آره آره چون خود منم یه زمانی یادم میاد یه حرفی و یه ده سال قبل میشیدم نمیفهمیدم چی میگه مثلا ده سال رفتم با کلی چیزایی که باخت دادم بعد گفتن این روز اول گفتن ها دوست من به این اشاره کرده بود به این موضوع. زمان و مکانش خیلی مهمه که کجا بشینه خب پس اخراجت نکردن از کار نه خودت بیجا. میومدی بیرون آره همه جا با خوبی و خوشی و فان دارم میگم داره. ولی رضا تو واقعا توی س... تو تو جایی اخراج من میکردن مهم نبود مهم اینه که امروز کجا وایسادم امروز دارم اون کاری رو انجام میدم که عاشقشم به یه نقطه دیگه شم میخوام ولی بل... همیشه نتورک هم برام مهم بود برای همین از ه... هیچ جایی با ناراحتی و با اخراج و فضای این شکلی خارج نشدم چیزی که برام مهم بود این بود که ارتباطاتم رو حفظ کنم هنوز با مدیران عامل قبلی در ارتباطم و با بعضیاشون حتی دوستی های خیلی نزدیک و عمیق داریم این رابطه برام ارزشمند من بود و این رو به همه توصیه میکنم میگم آقا اصلا هیچ وقت با, با کارفرما وارد جدل نشید هیچ وقت تش او که نمیتونید با هم کار کنید خدافز آره برای بگید. چی اصلا من, من دعوا رو نمیفهمم آقا خدافس نمیتونید با هم کار کنید م. اصلا دعوا نداریم خوشحال نیستیم در کنار هم دیگه به هر دلیلی برو یه جا دیگه کار کن کسی که مثلا با اسلحه که نه برد اینجا کار بکنی که و این خیلی بر من مهم بود الانم خوشحالم از دید. من حالا این سوالی ای که خواهم ازت بپرسم اون موقع که کار میکردی الان نه اه. که در یک پختگی و جا افتادگی هستی که الان نه اونو به من بگو فرض کن یه پسر 25 ساله 27 ساله داره این پادکست رو میشنوه تو داری میگی من موقعی که وارد کار کاری میشدم میگفتم میام <applause> کارا رو تست میکنم اما چشم اندازه من اون استقلال است بله میخوام پس این نسخه نیست که به خبر همه بپیچی و آره خب نسخه آره. همه پیچ نداره اصلا آره. اگه هم هست یعنی برای همه مزر آره یعنی میخوام بگم یه آدمی اتفاقا اگه در یک سازمانی بمونه و تو همون سازمان رشد بکنه و فضای رشد براش در اون سازمان فراهم باشه میتونه خیلی موفق تر از یه آدمی باشه که یه روزی برای خودش آره. کار میکنه آره. آره. من از این جنس آره. از, از این زاویه نگاه کنم همه ما توی سازمان هایی هستیم جایی کار میکنیم یا حتی مستقلیم اه. اصلا مستقلیم من مستقلم بیزینس خودمو دارم یک چشمندازی پیش رو هست ممکنه مسئول شدن تو همون سازمان باشه ممکنه مستقل شدن باشه یا رشد بیزینس من باشه یه شمع کوچکی انگار روشنه اون شمع رو نذاریم تو اتفاقات روزگار خاموشش بکنه میخوام ببینم چجوری این خاموش نشد در تو با توجه به تحولات زیادی که بود پروژه‌ای که میسوزه پروژه‌ای که دلار تو ایران مثلا وحشکستش میکنه تو چجوری اون خواسته در اون شخص تو در یه کسی یه چیز دیگه است بر. چجوری رو حفظ میکردی؟ میخوام از چه جنسیه؟ چجوری نگهش از میداشتی؟ از جنس چشمنداز برند شخصی است. وقتی چشمندازه رو سمت جامعه میبینی هر اتفاقی هم که تو این مسیر میفته ترمز دستی تو رو نمیکشه ببین از اول من دنبال این بودم که کمک کنم از اول دنبال این بودم که برسه به یه نقطه ای که بتونم کل این بسته دانش تجربه و حالا هر چیزی که میتونی بهش اضافه بکنی رو منتقل بکنم به یک مجموعی به یک کسب و کاری و از اون طرفم به لحاظ شخصی اهداف شخصی هم این بود که آقا خب تو قرار یه روزی برای خودت کار بکنی به عنوان مشاور که هم وقتت برای خودت باشه هم بتونی از کاری که انجام میدی لذت ببری این بسته هر کنار هم دیگه میذاشتی خب هر اتفاقی که اونجا میافتاد ازش عبور میکردی اصلا دیگه مهم نبود چون تهش چی بود تهش این بود که اوکی از کار فعلی راضی نیستی با مثلا با مدیرت خیلی حال نمیکنی خب میری یه فرصت بهتر یه جای بهتر در یک تجربه جدید به دست میاری در یک سازمانی با مختصات متفاوت آدمهای جدید ارتباطات جدید چون واقعیتش اینه که خب این چیزی که ما امروز داریم در حقیقت میوه همه این ارتباطاته که شکل گرفته و این شبکه بزرگ در هم که امروز داره به خوبی کار میکنه من حس میکنم اون جمله که اون روز بهت گفتن انگار درونت بوده یه کسی با کلمات بهت گفته من میگم همون جنس حرف زدنه انگار تو همیشه این مدلی بودی یا مثلا تو داری میگی با اینجا میریم میریم اونور همون موقع میگفتی سختی جدید برای آدم های جدید فرصت های جدید چیزای جدید تر میرم تجربهش میکنم به نوعی داشتم زندگیش میکردم آره اینگا, اینگا اون خداگاهش کرده که تو گفتی اینگا این از منه شاید برای بقیه این کلام نیست این کلام دیگه است که یه جا کارشون کنه برندسازی هم بیشتر جز آدم یعنی برای آدم هایی میتونن به برندسازی فکر بکنن که یه مقدار این هم مسی تجربه طی شده داشته باشن هم متفاوت دیدن قصه رو داشته باشن موافق یواش یواش در مورد برند صحبت کنیم من در مورد تو خیلی سوال دارم این تجربیات خیلی خوب با برندهای خیلی متفاوت ولی به جای اینکه بگم مثلا تو همراه اول چهار تا نکته به ما بگو بزن برندسازی بگیم تو اونجا اشاره ماده. کنی خاطراتت بیاد بالا اسم رضا مهدوی گره خورده به برند برندسازی خلاقیت هم تو هست. های بلده انگار برنده چرا اسم تو مچ کردی به چیزی به نام برند و اصلا برند چیه یه ذره شاید توضیحش در زمان کوتاه شاید سخت باشه ولی اگه بخوام خیلی خلاصه بگم برخلاف آن چیزی که باور عمومی راجب برند که میگن برند یعنی لوگو یعنی اسم واقعیت اینه که برند آن چیزی که ما فراتر از محصول یا خدمتمون به مردم عرضه میکنیم و تو دنیا هم همینطوری شرکت ها زنده موندن یعنی به یه جایی رسیدن که اینقدر رقابت شدید شد که دیدن هر مزیت رقابتی که رو میکنن توسط رقبا کپی میشه و بعد دیدن که یه سری از شرکت ها رغم اینکه شاید خیلی هم نوآور نبودن و رقبای نوآورتری داشتن ولی اینها زنده موندن به خاطر که یه سری آدمن که عاشق اینهان و به این راحتی از این برندو سویچ نمیکنن و اومدن مخرج مشترک همه ها رو گرفتن دیدن که آن چیزی که همه اینها دارن هویته یک هویتی که مخصوص به خودشونه یک جایی که در قلب مشتری این ها مال خود کردن و تو مغز مشتری نیستن تو قلب مشتری و بعد اومدن این مخرج مشترک رو تبدیل به مدل کردن گفتن حالا اگر شما هم این کارو بکنید میتونید برید در قلب مشتری بشینید. شما هم اگر یک استراتژی برند داشته باشید و اون استراتژی رو به درستی پیاده بکنید میشه تامین اتفاق میشه برند به معنای واقعی کلمه و میشه مزیت رقابتی پایدار یعنی چیزی که قابل کپی شدن نیست چون شما رفتین اونجا لونه کردین و اگه رقیب شما بخواد بیاد تو این فضا وارد شه یا اصلا شعورش نمیرسه که اصلا وارد حوزه برندسازی بشه یا اگه واقعا انقدر جلوتر از زمان خودش باشه که بخواد وارد این حوزه بشه دیگه نمیاد تو رو کپی کنه چون میدونه که اون وقته رو اگه بذاره بره یک جای خالی جدید برای خودش پیدا بکنه خیلی راحت تره تا اینکه بخواد در بازار به عنوان دنباله رو و پیرو تو مطرح بشه برای همین هر کی میره جای خودش میشینه چون هر کی میره جای خودش میشینه عملاً برند قابل کپی شدن نیست این که میگیم برندو نمیشه کپی کرد ولی محصولو میشه کپی کرد همینه خب به قول امیدوارم توضیح آه سریع حال اینا ده. که گفتی یعنی چی ببین بدون دونه دونه بریم البته من بگم بعضی از بچهایی که پادکست رو میبینن یا مخاطبانی که میبینن با برند آشنان منتظرن نه. یه سری کلمات جدید رو بگیرن هم براشون سوال اینه که خب یه ذره ساده‌تر بگید ما دقیق‌تر متوجه بشیم یعنی چی ما مجبوریم یه مقدار ساده تر هم بگیم به همه خاطر از اینجا سوالات من دارم میگی برند لوگو نیست خب الان من یه شرکتی دارم لوگو میدم همه چیزا هم میدم دیزاین میکنم تبلیغش میکنم چرا برند نیست برای اینکه یک ریلی وجود نداره که این فعالیت ها روی اون ریل قرار بگیره اتفاقی که میفته اینه که چون اون استراتژیه و اون نقشه راه وجود نداره شرکت ها به هر ایده خلاقی بله میگن هر چیزی که براشون جذاب به نظر برسه خیلی وقتا هم چون باز اون ریل استراتژی وجود نداره اصلا در تصمیم گیری دوچاره تردید و مشکلن یعنی همیشه در هیئت مدیره در تیم بازاریابی یا در تعامل بین تیم بازاریابی و مدیر یا هیئت مدیره دعواست چرا چون هیچ خطکشی وجود نداره که این فعالیت رو باهاش بسنجی که ببینی الان باید این کارا رو انجام بدی یا نه وقتی میگیم یکی یک، یک داره برند سازی میکنه یعنی یک نفر رفته یک کار تحقیقاتی عمیق انجام داده اون تحقیق رو تبدیلش کرده به یک سند بالادستی که اون سند بالادستی شامل چشمانداز برند معموریت برند ارزش ها جوهره یا اسانس برند لحن شخصیت بیانیه جایگاه همین ها رو مشخص میکنه میگه خب این قرار بشه تصویری که ما در آینده از این محصول از این سازمان یا حالا در مورد پرسونال برندینگ از این شخص در ازهان عمومی داشته باشیم حالا هر کاری که میخوایم بکنیم این میشه خطکش ما این میشه انجیل ما حالا هر کاری که میخوایم بکنیم میایم با این تطبیقش میدیم پس دیگه از این به بعد داستان سر این نیست که آیا مثلا خوشگل است یا خوشگل نیست ما اون قسمت خوشگل بودنش رو میسپاریم به آدمی که خوش سلیقه است که ما بهش میگیم طراح گرافیک یا هر چی یا مثلا کارگردان حالا این ورش میشه اوکی حالا این چیزی که شما درست کردی که حتما زیباست چون بالاخره شما آدم این کاری هستی کار تو بلدی به عنوان یه آدمی که کار طراحی میکنه یا حالا کار ساخت ویدیو می‌کنه یا هر چیز دیگه حالا بیام اینو اصلا با این موضوع انتباقش بدیم که آیا با این رودمپ با این استراتژی با این داستانی که ما گفتیم آیا این میخواند یا نمیخواند اگر مچ هست و میخواند انجامش میدهیم اگر نمیخونه انجامش نمیدیم به همین سادگی برای همین ما امروز در سازمان که استراتژی رو تدوین کردیم استراتژی رو تفهیم کردیم و بچه ها دیگه همه پیام برند رو گرفتن هیچ چالشی نداریم یه سندی هست به اون رو خیلی سریع و روون آره یعنی سند رو میزنن رو میز مثلا این محصول رو تولید بکنیم خیلی سودش زیاده نگاه کنیم بینیم مثلا نه نمیخونه آره. نمیخونه اینجا بریم تبلیغ کنیم اینجا زیاد میبینن دقیقا. نگاه میکنیم نه سند ما اینجا تای تبلیغ نداره دقیقا. اینجوری تبلیغ کنیم تو تلویزیون الان این مده نگاه میکنیم نه یا آره میخونه ما هم این مسیر رو میریم نه؟ خیلی از شرکت ها مثلا فکر میکنن رو هر ترندی باید سوار شن با هر کسی باید به عنوان سفیر برند کار کنن از هر خیریه حمایت کنن میدونی نکتهش همینه دی. وقتی استراتژی نداری همه چیز مجاز است وقتی استراتژی برندداری دیگه چارچوب داری آره حالا یه نکته هست میگن آقا بریم تو چارچوب خلاقیت از بین میگیم نه خلاقیت در چارچوب این خیلی مهمه نمیگم خ... اصلا بدون خلاقیت شما نمیتونید برند بسازید بدون نوآوری شما نمیتونید برند بسازید کسب کار نمیتونید کسب و کار داشته باشی نکته اینه که حالا هنر شماست که در این چارچوب خلاق باشی و به خیلی چیزها نه بگی اون که خیلی در لحظه جذابه ها این چیزیه که این یک پارادایم شیفت پس،, پس من اگر این به قول شما ریل، استراتژی چارچوب قانون اساسی شرکت آفد. نداشته باشم اون لوگو اون تبلیغات اصلاً، اصلاً مهم اون چیز دیگه آلا. همیت نداره البته سر اینم بین علما اختلاف دیگه که آقا لوگو مهم است یا لوگو مهم نیست که باز اون جمله همیشگی که من از دوستم نقل قول میکنم میگم برند لوگو نیست اما یک برند خوب شایسته یک لوگو خوبه برند اسم نیست اما یک برند خوب شایسته یه اسم خوبه <applause> یعنی در این که شما باید یک اسم خوب داشته باشید حالا تعریفمون از اسم خوب میگیم اگه فرصت شد حتماً که باید یه اسم خوب داشته باشی حتما که باید یک هویت بصری یا یک لوگو یا ست اداری یا حالا رنگ و لعاب زیبایی داشته باشید ولی آن چیزی که مهمه اینه که پشت این اتفاق چی گذاشتیم یعنی اگر امروز میگیم مثلا فلان برند برند تاپ دنیاست ارزشش مثلا 480 میلیارد دلاره واقعیتش اینه که اون ارزش ربطی به ارزش لوگوه نداره ام. اون پشت برند است که یه داستانی روایت شده بر اساس اون داستان همه فعالیت ها از جمله توسعه محصول اتفاق افتاده یک تصویر رو شکل داده که امروز مردم به اون برنده وفادارن عاشقشن حاضرن پول صف میکشن حاضرن پول بیشتری بابت اون محصول بدن در حالی که کالای مشابهی با قابلیت های بهتری در دست رسه پس ظاهر یا لوگو و نشان بند. به تنهایی برند نیست ولی برند اینها رو اینا داره اینا بخش اجزای برند سازی هست میدونی چون برندشون می یه مثل روح جاری در سازمان حتما همینطوره حتما همینطوره چون برند سازی از تو دل مارکتینگ اومد بیرون همه برند اونوری میبیننش امروز دیگه نیست امروز ما در سازمان های پیش رو در دنیا یک عنوان شغلی داریم به نام سی بی او یعنی چیف برند آفیسر یا معاون برند ما قبلا اصلا یه همچین عنوان شغلی نداشتیم مثلا ما معاون بازاریابی داشتیم که بعد از مدیر عامل سی لول ها هستن دیگه یعنی بالاترین رده های سازمانی هستن که بهشون میگن معاونت و زیرشون میشه مدیر کل مدیر ارشد حالا اینا که دارم میگن برای سازمان های خیلی بزرگه اگه بخوایم اون هایرارکی یا سلسله مراتب رو بگیم برند همیشه زیل بازاریابی بوده امروز برند اومده خودش هم سطح بقیه معاونت ها خودش شده معاونت معاونت برند شده معاونت برند و یه نکته وجود داره زورش از همه معاونت ها بیشتره چرا چون میگه آقا من رهبر اون اساسی اور... دست منه اصلا میگه من رهبر ارکسترم خب اصلا هیچ کس بدون اجازه من حق آب خوردن نداره واحد فروش اجازه نداره بدون این که با من چک کنه پروموشن بذاره واحد بازاریابی اجازه نداره بدون نظر من ام... کاری انجام بده متو مطا... این یک تغییر پارادایم این یک تغییر الگوی فکریه برای همین تا این برسه به کشور ما این تو دنیا هم هنوز یک اتفاق پیشرو محسوب پیش آره. میشه آره. چون کاب تو کتابش نوشته بود که ما به یک باوری باید برسیم که این معاونت تو سازمان شکل بگیره بله این این اتفاق برای همین دیگه یفته آره که رهبر ارکستر یکی آه. باید وایسه حالا یه سوال آقا قبلا که سی بی او نبود ما برند نداشتیم چرا برند داشتید پس کی داشته کار سی بی او رو انجام میداده که ما برند داشتیم مدیر عامل و این سینه به سینه نقل میشده یعنی همه میدونستن که باید چه کار بکنن نسل بعدی که می اومد نبوده میشه گفت دانش شفاهی سازمان یه دانش شفاهی بوده که سینه به سینه نقل شده و هر کی هم ام. که هد ماجرا بوده حواسش به این مسئله ام. بوده که آقا اینا چارچوب ماسا اینا خط قرمزای ماست ما رایتش میکنیم بر همین از یه جایی به بعد دیگه مهم نیست که حالا وقتی مستندش میکنی دیگه مهم نیست کی میاد میره اگه اون مستند هست دیگه آدم جدیدم میاد اگرچه که من خیلی هم به این اعتقاد ندارم یعنی من معتقدم که مدیر برند تایش مدیر عامله و اون اگه بیاد اراده بکنه میتونه مسیر رو عوض کنه خیلی مهمه که شما بتونید یک مدیر یک مدیر هم. همسو پیدا کنید که بماند چون معمولا وقتی عوض میشن آدم جدید میاد میگه آقا من اینو قبول ندارم حتی تو دنیا این اتفاق نمیافته که یا کمتر اتفاق تو دنیا مفته. حالا بگیم دنیا نه بگیم درستش اینه شما برای اساسنامه برندت مدیر عامل پیدا کنی نه یه مدیر عامل بیاری که اساسنامه رو با خودش حالا خیلی بیادی. سخته دیگه این سخته کار امید. آره خیلی سخته این کار ولی میگم رویکرد حرفه‌ای به این مسئله اینه که آقا برای چی میخوای دست به ترکیب برنده بزنی تو مدیر عاملی بیا وظایف مدیر عاملی تو انجام بده تو این چارچوب تو این چارچوب آره تو حوزه برند اینطوری عمل کن اگر فکر میکنی که اشتباه اوکی میتونی اسناد تو اصلاح کنی ولی اگه داره کار میکنه برای چی میخوای بهش دست بزنی خب سازمان فقط... من کوچیک چی من یه مجموعه خیلی کوچیکم توی شرکت صنعتی یا ام. مجموعه رستورانم یا چیز کوچیکتر اینم سوال خوبیه هیچ ربطی به سایز نداره ام. موضوع برندسازی یک نگرشه پس من اگر اون نگاه را داشته باشم فارغ از اینکه من یک شرکت مثلا 5 نفرم یا یک شرکت 5000 نفرم اگه من این روی کرده رو داشته باشم حتما برند ساخته میشه چرا چون ما میگیم که برند سازی هزینه اضافه نیست برند سازی یعنی این که من هزینه هایی که در روتین دارم انجام میدم رو در یک دایرکشن مشخص در یک مسیر مشخص هدایت کنم آره آقا من اینوری میرم وقتی من این نگاه رو داشته باشم برند ساخته میشه اوکی حالا باجتم کوچولوئه بودجم کمه وقتی بودجه کمه شما دیرتر میرسی به اون نقطه مطلوبت ولی حتما میرسی مم. حالا تو راه با... گم نمیشه آره حالا بزرگی اوکی پول داری میتونی مسیر رو کوتاه کنی مم. ولی حتما زمان داره یعنی ما برندسازی یک شبه نداریم برندسازی خوم رنگ رزی نیست آره چون اگه خوم رنگ رزی بود موضوع کپی کردنه پیش میومد دیگه هر کسی میتونست بیاد برند رو کپی کنه دلیل اینکه نمیتونن کپیش کنن چون زمان میبره که ساخته بشه چون زمان میبره که ساخته بشه قابلیت کپی کردنش از بین میره من یه مثال شنیدم تو پادکست دوتای قبلی گفتم با اشکان داشتم حرف می زدم میگم ببین درست میفهمم یعنی میگه یه چه سخنرانی بودم نخجوانی میگفت میگفت فرض بکنی یه مریخ میاد تو زمین و میچرخه میگه ای بچه ها, چه ها کیوتن با حالن من یه دونه از اینا میخوام بعد میگه خب از چی ساخته شده میگن یه پشت استخون داره یه مش پوست داره یه ذره خونه یه ذره اینجوری به هم بذاری اینجوری ساخته میشه اونا بره دقیق همه اینا رو میاره میچینه کنار هم میذاره رو میز به جای بچه چی داره جنازه چون روش ساختن اون بچه این نیست روشش یه جور دیگه است و سیر تکاملش هم جور دیگه است که به هیچ قیافه این آدم الان نمیخوره اصلا برند هم وقتی مثلا دیجیکالا رو میارن با یه پول های هنگفتی میخوان رقیبی براش بتراشن تو ایران که الان هم دارم میتراشن وقتی نمیتونه پول هدر میره تبلیغات هدر میره این ساخته نمیشه بخاطر اینکه مسیر در 15 ساله ای که این برند تهی کرده یا شما مثلا جایگزین تویتا رو میخوای بیاری به این راحتی نیست بگی تویتا از چی ساخته شده لندکروز مگه چی داره خب ما تو آلمان همینو میسازیم چون تو آلمان دیگه نمیتونی لندکروز بسازی درست میفهمم آره البته یه نکته که هست که این به این معنی نیست که دیجی کالا غیر قابل رقابته اون. مسیر رقابتش اگر ببین ببینید اگر اینطوری ببین, همراه اول یک کتاز بود سیم کارت رو به هر قیمتی که دلش میخواست میفروخت خیلی خدمات جذابی هم ارائه نمیکرد ولی دیدیم که ایرانسل با کار کرد ایرانسل رسما چهل میلیون مشترکی گرفت که اینا, اینا مشترکانی بودن که میتونستن در مجموع همراه اول بمانند و سالانه هزاران میلیارد تومن سودی که از همراه اول خارج شد این یکی از همون اتفاقایی است که آقا یه رقیب چالشگری میاد و شما رو به چالش میکشه و دست میذاره رو نقطه ضعف شما و میاد یک بخشی از بازار رو هدف میگیره بخش جوان بازار رو هدف میگیره برندی میسازه که برای اون بخش جذابیت داره و بعد یه صحنه این بزرد. همون جاییه که میگه که نمیاد برندسازی شما دقیقا نمیری جا باش باید میری یه جایه دیگه. دیگه با یه جایی دیگه با اگهچه اصلا دیگه. رقیب اول به خاطر غرور و یک کتازی که داشته اصلا سمت این ماجرا نرفته حالا ما میگیم برند اسم ما اصلا میگیم برند اسم نیست حتی همراه اول اسمم هم نداشت هر کی اسم مردم براش اسم گذاشته بودن یکی بهش میگفت ثابت یکی بهش میگفت سیار یکی بهش میگفت 912 یعنی حتی حتی برند نیم نداشت اسم شرکت بود شرکت ارتباطات سیار ایران بعدن به خودشون اومدن که حالا باید یه کاری انجام بدن ولی خیلی مثال خوبی بود من همیشه سر کلاسام میگم میگم که این مثال رو میزنم مثال همراه اولی راسل رو میگم برند بسازید حتی وقتی لازم نیست برند بسازید چون وقتی که لازم میشه دیگه وقت ندارید برند بسازید هلی. یه دفعه یه رقیب چابوکی میاد میزنه یه تیکتون رو میکنه میبره سهم از بازار رو میبره میگیره یه وقت پس گرفتن اصلاً یه وقتی هست یکی میاد میزنه نابودتون میکنه آخی. حالا اینجا به خاطر اینکه مسائل حالا دیگه هم این وسطه و اون رقابت باید باشد قاعدتا نمیتونست رقیب و کامل حذف بکنه ولی توی خیلی از حوزه ها ممکنه یه رقیب جدید بیاد و شما رو کلا از دور خارج کنه برای همین نباید مغرور بشی بگی اوکی من حالا یک کتاز بازارم فعلا که رقیبی نیست حالا اصلا چی کار داریم مثلا بخوایم برندسازی بکنیم فقط محصول بده بازار بره حالا اگه یه روزی لازم شد بهش میرسیم نه اگه یه روزی لازم بشه دیگه نمیتونی که بهش برس اونجا نقطه صفرته تازه و شروع کنی دوباره. آره با با همون ا... هم انگار با اون تو یه آره و اصلا تو مجموعه دیزاین نشده برای این کار. حالا لختی. میدونی؟ بعد اصلا میخوای یه حرف جدید بزنی اصلا سازمانت نمیپذیره. و برند اینساید اوته یعنی از درون به بیرونه. شما نمیتونی وقتی درون سازمانت مقاومت وجود داره بخوای برندسازی بکنی. درون زاد سیستم. ها. بله. و حتما باید حتی اگر یک کتاز بازار هستید و هیچ نیازی به این موضوع نمی بینید باید انجامش بدید باید فونداسیوناشو بچینید پس برند چیست؟ برند اینه حالا یه زرش یه بخشش اینه برند رو چجوری آدم هم میفهم؟ ما الان مثلا پشت قصه بایست فرض اونجا یک تاتری داره از میشه من اینجا اینجاییم میگیم ببین مثلا اینا اینجوریه طبقه این اساس نامه دارن میرن جلو اینا مشتری بی از ساید مشتری ببین چه جوری اینو درک میکنه مشتری چه می جوری اینو میفهمه این هنر پیاده سازیه ببین چند تا اتفاق دیگه تیکه اولش که اول باید اصلا اون استراتژی یه طوری دیزاین شده باشه طراحی شده باشه که قابلیت پیاده سازی داشته باشه من بعضا میبینم که مثلا شرکت ها میرن استراتژی برند می نویسن و ولی استراتژی رو نگاه میکنیم مثلا یه کتابچه به این قطر توش یه عالم قصه نوشتن اصلا نیازی نیست استراتژی انقدر پیچیده باشه اصلا شما وقتی انقدر پیچیدهش میکنی چه جوری میخوای به بازار منتقلش کنی استراتژی باید ساده و قابل فهم برای بازار باشه در این حال باید چکیده اون استراتژی که ما بهش میگیم اسانس یا جوهره باید بتونه شما رو در فضای رقابتی از سایر رقبا جدا بکنه و حتما موضوعی به نام کیفیت نیست چون کیفیت وظیف است مثلا حتما اون چیزی که میگیم فراتر از محصول یا خدمته باید احساسی باشه که شما قراره به مجموعت به محصولت یا به خدمتت گره میزنی مثلا حالا مثالی که شاید خیلی هم نخنما شده باشه مثلا دنیا ولوو رو به چی میشنسه؟ امنیه حالا موضوع شمینه شاید اگر بگیم حس ایمنی عبارت بهتریه چرا چون آیا بی ام امن نیست آیا بنز امن نیست هست ولی وقتی شما مثلا دو تا ماشین هم کلاس رو در نظر بگیریم ولوو X 90 هم کلاسش در بی میشه بی ام 4 فور دو تا ماشین هم کلاس هم. شما وقتی که پشت فرمون ولوو X 90 میشینی حالا نه به عنوان یه ایرانی ها یعنی شما الان به خیلی از ایرانی ها بگی ولوو احتمالا میگن خب یه ماشینه یعنی سنسی یا حسی از موضوع ایمنی ندارن چرا؟ چون هیچ وقت ولوو در ایران دفتری نداشته که بخواد فعالیت هایی رو در حوزه بازاریابی و برندسازی انجام بده که این پیام رو به مارکت ایران منتقل بشه اگه امروز من و شما هم میدونیم چون رفتیم مثلا دوتا کتاب خوندیم ما اینو درکش نکردیم ولی یه سوئدی یه آمریکایی کاملا اینو درک کرده برای اون لحظه که میشینه پشت فرمون دست فرمون دستش میگیره میگه این جاییه که من میتونم خانواده در سیف ترین حالت ممکن برسونم به مقصد از اون طرف آیا بی ام امن نیست چرا ولی اون لحظه که شما BMW، فرمان بی رو دستت میگیری فقط یه چیزی ازش میخوای لذت رانندگی باز حالا برعکس آیا ولوا ایکس 90 به شما لذت رانندگی نمیده چرا ولی برندها تمرکز متفاوتی دارن بی همش تلاش میکنه که این پیام لذت رانندگی رو به شما منتقل کنه ولوا همش تلاش میکنه که این حس ایمنیه رو منتقل کنه حالا چه جوری این کارو میکنه با تیکه های پازلی که روی یک ریله تبلیغات جز بشه هر کاری هر حرکت توسعه محصول مثلا برای اولین بار ولوا ماشینی زد که ایربگ آبر پیاده داشت هم. یعنی میگه ببین اصلا داخل کابین چیه من به فکر بیرون کابینم یا یه مثال جذابی که وجود داره تو اس، اسپانسرینگ مثلا ولوو از یک پروژه حمایت کرد چند سال پیش که یک شرکت دانش بنیانی بود که اینا اسپری درست کرده بودن شما شب به بدنت این اسپری رو میزدی به عنوان دوچرخ سوار و تا چهار ساعت بدنت میدرخشید برای جلوگیری از تصادف با دوچرخه نیم مثلا نمیره اسپانسر چه میدونم گرسنگان آفریقایی بشه بهشون غذا بده که مسئولیت اجتماعیش رو انجام داده مسئولیت اجتماعیش هم میاره تو همین حوزه هم. آره. یا مثلا تو شبکه اجتماعیش من همشه اینو مثلا میزم یا نمیگه آقا بیاین منو دنبال کنید سه تا از دوستاتون هم مثلا منشن کنید ما بهتون آیفون مثلا 14 جایزه میدیم که 4 تا فالوور بگیره اونجا اگه بخواد یه فعالیتی بکنه که باعث بشه که فالوور بگیره دوباره در راستای همون استراتژی است چقدر وقت داریم چهار دقیقه خب حالا اینم بگم و ببینیم برای یه استراحتی بدیم بچه ها دوربین رو عوض کنن مثلا میگه که یه کمپینی داره به نام سلفی فور سیفتی میگه از خودتون سلفی بگیرید برای ما بفرستید در حالی که کرمند ایمنیتون رو بستین یه گروه تحقیقاتی تو ولو گرفت بود این سلفی ها رو بررسی میکرد و به این چه رسیدن که از هر ده نفر شش نفر کرمند ایمیلیشون اشتباه میبندن چون وقت کرمند دقیقا از خط شانه عبور کنه و بعد این پیام رو در قالب یه گزارش به بیرون مخابره کرده همه چی همه بیرون چیز بیرون بیرون. روی اون خطه است برای اینکه تو بدونی که این ماشین امنه ولو اینکه ماشینای دیگه هم به همین اندازه امنن ولی تو تو این ماشین احساس امنیت, احساس بیشتر امنیت. بیشتری داری این این چیزیه که باعث میشه که ولو سال گذشته اگه اشتباه نکنم مثلا حدود 500 هزار خودرو برقی فروخته در این شرایط رقابتی کره ای اومدن دارن سهم میگیرن ژاپنیا هستن آمریکایی ها ولی یه دفعه برند سعودی میاد 500 هزار دستگاه خودرو میفروشه این یعنی اینکه اصلا من ماشین نمیفروشم چون ماشین خوب زیاده تو بازار این میگه آقا من دارم یه چیز دیگه میفروشم مرسی رضا از مثال خوبه در مورد گفتی در مورد برندای ای ایرانی که احتمالا خودت کار کرده باشم مشخصا درباره نوشتن استراتژی میتونی به اون بگی ببین یه تجربه اخیر اگه بخوام بهت بگم مثلا شاید فیلیمو تجربه خیلی خوبی بود چون که بخش خیلی خوبی از استراتژی که نوشتیم در حال پیاده سازیه فیلیمو خب یک برند رهبر بازار بود خیلی جدی بود در تعاملاتش با مخاطب در فرایند تدوین استراتژی و تغییر روی کردی که ما در فضای برند سازی داشتیم اومدیم یک تعریف جدید از هویت برند فیلیمو ارائه کردیم و اونم این بود که برند به جای اینکه برند جدی اتو کشیده باشه تبدیل شد به یک پسر جوون شیطون در لحظه زندگی میکنه حاضر جواب همون آدمیه که مثلا دیدی میخوایم بریم سفر میگیم که آقا فلانی هم حتما بیاد چون خوش میگذره باهاش و تلاش کردیم که تبدیلش بکنیم به اون برنده که باهاش خوش میگذره حالا این هم از جنس کشفه ها یعنی شما این نسخه رو اگه ببری مثلا توی پلتفرم رقیب پیاده بکنی کار نمیکنه چرا چون که باید سازمان همراه این نگاه جدید از باشه کجا کشف میشه اون اینا تو همون ریسرچ های اولیه در میاد از روحیات مدیرعامل فضایی که توی اون شرکت حاکمه بر همینه که میگن استراتژی از جنس کشفه شما نمیتونی یه استراتژی خوشگل بنویسی بیاری مچش بکنی با یه کمپانی در حالی که مثلا اون مدیر عامله اصلا با این فضا نمیخونه شاید 6 ماه بتونی انجامش بدی ولی بعد از 6 ماه دوباره ریسیت فکتوری میشه همه برمیگردن به تنظیمات کارخانه و عملا برند کار خودشون میکنه خیلی از جنس کشفه حالا مثال اگه بخوام برات بزنم مثلا در لانچ سریال ها ما این فضا رو داشتیم در تبلیغات چریکی که برای فیلم طراحی کردیم این اتفاق بود حالا اگه فرصت شد یا امکانش بود میتونیم ویدیوش رو توی همین پادکست بذاریم بچه ها ببینن که چه اتفاقایی افتاد یعنی یه دونه قبلی, قبلی، یه دونه جدید اینجوری نه اصلا اتفاقایی که اخیرا افتاد آه. چون قبلش که فقط اینطوری بود که محتواهایی که تولید میشد در جذابترین حالتی که ممکن بود در قالب تریلر رو پستای گرافیکی و اینا پروموت میشد و به مردم میگفتن آقا ما یه همچین محتوایی داریم از زمانی که این اتفاق افتاد ما شروع کردیم با محتواهای جدی فیلمو شوخی کردن یعنی تا قبلش ما اصلا یه همچین فضایی نداشتیم و به شدت کار کرد نرخ درگیری در شر... حالا بزرگترین اتفاقی که افتاد در شبکه اجتماعی بود نرخ درگیری به طرز عجیبی روش درگیری اون انگیج درگیری به آره نرخ آره. درگیری درگیز. یعنی انگیج ما من میگم تلاش آره آره. کنم آره. کمتر انگلیسی صحبت بکنیم که شنوندوی تعامل مخاطب مخاطب, اصلا ببین شاخص ارزیابی عمل کرده تیم شبکه اجتماعی فیلمو عوض شد قبل شاخص ارزیابی عمل تعداد فالوور بود بعد از اینکه این استراتژی جدید نوشتیم شاخص ارزیابی عمل کرده شد نرخ درگیری نرخ تعامل با در مخاطب با فیلمو خب چطوری ما فهمیدیم که این کار میکنه اولا اینکه صفحه شروع کرد به صورت کاملا ارگانیک و طبیعی رشد کردن چون محتواها خیلی جذاب شده بود و محتواها دست به دست میشد این دست به دست شدن باعث شد که آدم های جدید بیان و دیگه شما نیازی نبود که مثلا بخوای جایزه بذاری برای اینکه فالوور بگیری خود اون کانتکست یا بستری که برای ارائه محتوا داشت آماده میشد یه بستر جذابی بود که یک اجتماع یا یک کامیونیتی مشخصی رو سمت خودش آورده بود حالا خود اون کامیونیتی یا اون اجتماع تلاش میکرد که اعضای بیشتری رو جذب کنه ارگانیک آره کاملا ارگانیک این خیلی تجربه جذابی بود یا مثلا در لانچ سریال ها خیلی اتفاقای با این اینو بگو ببین در مورد استراتژی صحبت کردیم فیلیمو رو شما اومدید در ریبرندینگش تعریف کردید که این پسر شیطون و شوخ و شنگ و باحاله. آره حالا همه تعریفشون از ریبرندینگ اینه که باید هویت بصری عوض شه. اصلا هویت بصری فیلیمو تغییری نکرد. در حقیقت هویت حو... هویت حو... انسانی بهش دادیم که این هویت انسانیه برای بخش خاصی از بازار جذاب باشه. برای اون بخشی که بس آره پرسونایی که برای مخاطب انتخاب کردیم اون بازار هدف با اون ویژگی های مشترک که اینها بتونن یک اجتماعی بسازن که بعدا این اجتماعی اینقدر جذاب باشه که همه رو به خودش جذب کنه و این کار کرد مثلا در, در لانچ سریال بهت بگم زمانی که ما درگیر لانچ سریال نیسان آبی بودیم یه چیزی که در استراتژی برندیده بودیم قافلگیری بود چون این آدمه اصلا آدم, آدم یکی از ویژگی های شخصیتیش اینه که همه رو غافلگیر میکنه ما این غافلگیری رو چجوری دیدیم؟ اومدیم مثلا ساعت سه صبح یه نیسان آبی بردیم گذاشتیم وسط پالادیوم بدون اینکه به آدما بگیم که این قضیه چیه حتی هیچ لوگوی از فیلیمو نبود یه سری دوربین کار گذاشتیم اطراف ماشین و صبح که در باز شد و مردم اومدن تو با یه صحنه عجیب مواجه شدن که در لوکس تهران یه نیسان آبی روی فرش قرمزه و شروع کردیم با آدما مصاحبه کردن و این کانتنتش رو چرخوندیم این یکی از اون اقداماتی بود که خیلی جذاب بود یا یه کار دیگه که انجام دادیم یه کمپین چریکی رفتیم که اومدیم سری تلق طراحی کردیم که این تلقا رو میزدیم تو آینه بغل های ماشینا ها. و روی اون تلقه نوشته بودیم هیجان از آنچه که فکر میکنید به شما نزدیک است و طرف که میومد سوار ماشینش میشد اولش متوجه الساق تبلیغ به ماشینش نمیشد چون تلق بود شفاف بود روی آینه بود اون قسمتی که تا شده بود و داخل آینه رفته بود پیام ما تو اون قسمت تا شده بود این اولش طرف میگفت یه جمله رو آینه منه که قبلا نبوده دست میزد میدی تلقه تلقه رو که میکشید بیرون حالا اون تیکه که پیام ما بود که لوگوی فیلم بود و یه کد اشتراک سه روزه رایگان بود اونجا اونو میدید و خیلی جالب بود که ما تقریبا حالا عددش رو نمیگم که چقدر بود ولی ما هفت برابر پولی که تو اون کمپین صرف مارکتینگ این موضوع کردیم برگشت در قالب مشترکین جدید چون اون, اون سه روز اونایی که اومده بودن اون اشتراک رو خریده بودن اون سه روز رایگانه رو بعدش میتونستیم ترکشون کنیم رهگیریشون کنیم که آیا بعدش اومدن اشتراک بخرن یا نه و این عددی که بهت میگم فقط مال محوله. آفاید. آفاید. از این اقدامات زیاد بود حالا این بازم من درست میفهمم سوال میپرسم شما یه ریبرندینگ انجام دادی استراتژی جدیدتری براش نوشتی بر پایه این ریل جدید تبلیغاتمون رو شکل دادیم هیجانی عمل کردیم قافلگی کردیم مثل نیسان آبی آره، مثلاً در با, موجود با, با مخاطبا در شبکه اجتماعی بسیار بامزه ایم با مزه زبانمون عوض آره. مثلا قبلش اینطوری بود که طرف یه سوالی میکرد مثلا گفتیم مثلا فلانی عزیز مثلا بروید به این قسمت آره این کار رو بکنید اینجوری کنید الان نه الان مثلا شما تعاملا رو که نگاه میکنی کاملا میفهمی یه آدم شیطون پشت این ماجراست اصلا جواب جدی بهت نمیده و مردم دوستش دارن حالا چجوری میفهمیم که دوستش دارن مثلا یه کار با ای که میکنن بچه ها بلا فیدبک میاد مثلا مم. ادمین فیلمو چقدر تو کولی چقدر باحالی چقدر ادمین فیلمو موده مثلا مم. ادمین فیلمو عاشقتیم تو دختری یا پسری <متحن> میدونی همه این رو در قالب یه ادمین فیلم رو میبینن در صورتی که ادمینی وجود نداره دیگه اون پشت یه تیم داره کار میکنه ولی یه هویت انسانی پیدا کرده که آدما دوستش دارن و با دارن باش تعامل میکنن شما نشه زبان این برند اینه برند. با این باید صحبت بکنیم الان چه زبان برند میخوای صحبت بکنیم الان الان که حرفش شد زبان برند یعنی چی منظور لهنه له لح. ببین اون شخصیتی که طراحی میشه و شما به نتیجه میرسی که اوکی برای این پرسونای مخاطب من چه برند کرکتری باید, 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 بزن. باید بزن. قبل از این زیرش دیگه زبان برند مثلا توی کدوم حوزه که چند تا برند مثل هم میشناسی بیا دونه, دونه, دونه اول بگیم بعد بریم توضیح بدیم هم. مثلا هم رو اول ایران یا مثلا ماشین خارجی مثل اپل سامسونگ ببین بذار مثلا یه جور دیگه بهت بگم مثلا تو حوزه پوشاک مثلا ما یه برندی داریم به نام دیزل دیزل میگه من برند یاقی و اوسیانگری هستم کلا رفتارش در تعامل با مخاطب همین شکلی یعنی تمام کارهایی که میکنه عکسی که میذاره از خودش از مدلهاش همکاری هایی که به صورت استراتژیک انجام میده در حوزه کوبرندینگ مثلا یه کوبرندینگ که همین اخیرا انجام داده بود اومده بود با کبابی مصطفی یه کالکشن زده بود و کوابی مصطفی فکر نکنیم مثلا یه رستوران زنجیره ای خیلی بزرگی یه دکه است که دونر میفروشه در برلین و اینها با همدیگه کالکشن مشترک زدن و روی تیشرت ها نوشته بود کوابی مصطفی مثلا شما میبینی که اینها توضیحی که میدن اینه آقا ما مشتریامون همه آدمای کولن آدمای کول کجا جمع میشن دم کوابی مصطفی پس ما باید به با کوابی مصطفی یعنی انجام برندی به اون عظمت به نام دیزل با اون ارزش میاد با یک کبابی یه کوبرندینگ میکنه و یه کالکشن میزنه و ده کالکشن فروخته میشه در طول یک هفته اینا اتفاقاییه که اون سمت استراتژی میفته یعنی پشت ماجرا میگه که تو باید چه کار کنی اونجا بهت میگه که تو باید بری یه مثلا که عجیب غریب را بندازی مثلا خیلی لاکچری باشی آدم هایی که مدل هایی که انتخاب میکنی یا بری با کبابی مصفا ببندی خیلی مهمه که اون چی نوشتی. وقتی که این پیشنهادم میشه دیگه اصلا کسی فکر نمیکنه که خوبه یا نه انجامش بدیم یا نه میگه آقا این با استراتژی میخونه آقا بریم انجامش بدیم همین اتفاق ما در شرکت ایمن آب تجربه کردیم اخیرا که من یه پستی هم راجع بهش رفتم مثلا برای هد... هدیه اید میخوام سرعت انجام کارو بد بگم خب ما مدتی درگیر تدوین استراتژی ایمن آبی حالا من یه توضیح بدم کوتاه راجع به ایمن آب ایمن آب تولید کننده محصولات بهداشتی ساختمانه محصولات درجه یک دیزاین عالی کیفیت بسیار خوب و خوشنام حالا یه همچین سازمانی میاد تصمیم میگیره که وارد حوزه برندسازی بشه علا اینکه این که روی کاغذ نیازی هم بهش نداره یعنی هم. میتونه همین شکلی بره جلو چون حداقل به لحاظ کوالیتی سر و گردن از بقیه رقباش جلوتره ولی چون مدیر عاملش جلوتر از زمان خودشه جلوتر از صنعت خودشه تصمیم میگیره وارد این حوزه بشه حالا اونجا ما میایم بررسی میکنیم در بررسی ها میبینیم که دغدغه های زیست محیطی در شرکت وجود داره به خصوص از سمت مالک مجموعه حتی این دغدغه رو شما در محصولاتش هم میبینید یعنی فلاش تانک تولید کردن که حساب کردیم اون دفعه با بچه ها مجموع آبی که تا الان به واسطه این فلاش تانک ها ذخیره شده در کشور به اندازه یک صد کرجه چرا چون آب کمتری مصرف میکنن کارایی بالاتری دارن محصولات بسیار با کیفیتی دارن با دوام پس دیرتر برمیگرده به چرخه بازیافت حالا همینا رو که میذاری کنار هم دیگه بهت یک کلویم در هم میگم از جنس کشف بعد تو میای جوهره برند رو میذاری, رو میذاری روی موضوعی به نام پایداری قایداری یعنی چی یعنی ما طوری از منابع امروز استفاده کنیم که آیندگان ما هم بتوانند با همان کیفیت از منابعی که ما امروز استفاده می‌کنیم در آینده استفاده کنند این رو شما نمیتونی ببری توی شرکت دیگه چون اصلا دغدغش دق وجود نداره اون وقت میشه یه ادا وقتی ادا میشه دیگه کار نمیکنه کار نمیتن. وقتی باوره کار میکنه این باوره تو این مجموعه وجود هست. داره مثلا ما چه جلسه داشتیم داشتیم راجع به کار صحبت میکردیم و موضوعات استراتژی و اینا جلسه تموم شد خدافس خدافس قط جلسه آنلاین بود یه دفعه من گفتم هدیه اید میتونه پک پایداری باشه چی بود زنگ زدم به مدیر عامل گفتم آقا من یه ایده دارم برای هدیه اید گفت چیه گفتم که بیا کیسه زباله و دستکش هدیه بدیم امسال با یه نامه گفتیم آقا امسال اید شما دارید میرید سفر مردم هر جا رفتین اگه زباله بود این دستکش ها رو دستتون کنید دستکش کار کیسه زباله هم بهتون دادم اون اطرافی که هستی رو در حد توان تمیز کنید خلاصه این شد یه پک با مزه ای که توش کیسه خرید چند بار مصرف گذاشتیم یه لیوان فلزی گذاشتیم که کمتر البته این لیوانه رو مثلا بچه ها به ابتکار خودشون بچه تیم مارکتینگ گذاشتن ولی اون ایده مرکزی این بر در ظرف چند ثانیه تولید شد و خیلی جالبه به هر کدوم از بچه های اونجا زنگ زدم به مدیر عامل زنگ زدم به مدیر فروش زنگ زدم به بچه های بازاری به زنگ زدم کسی اصلا فکر نکرد که این کار رو انجام بدیم یا نه میخونه دیگه تمام میخونه انجامش میدیم و پکات تولید شد و توضیح شد این یعنی اینکه که آقا پس میتونیم برند بسازیم در ایران میتونن برند ها حتی زمانی که نیازی ندارن به این موضوع برن سمتش برای اینکه اون روزی که نیاز داشتن دیگه درگیر نشن که او حالا وقت نداریم انجامش بدیم حالا این آجر به آجر رو هم دیگه گذاشته میشه و اون کار انجام میشه مرسی از مثال خوبه مرسی. لحن برند یه مقدار شفاف‌تر کن لحن برند ببینید بر اساس اون شخصیتی که شما طراحی میکنید این شخصیتی به شما میگه که این باید با چه لحنی با آدم و حرف, بزنه. حرف بزنه آیا لحن جدی داره لبسه. آیا لحن علمی داره آیا باید مثل فیلیمو شیطانو با تنه حرف بزنه آیا مثلا باید مثل ایمن آب دردقه مند و جدی حرف بزنه چون در حوزه محیط زیست داره فعالیت میکنه اون کرکتره به شما میگه که من با چه لحنی باید حرف بزنم و اون لحنیه که بیشترین ارتباط رو بین شخصیت برند و پرسونای مخاطب میتونه ایجاد بکنه و این لحنیه که پرسونای مخاطب دوستش داره و به این میخونه یعنی ببین همه چیز باید به همه می این، آره، آره، این، آره، چو میگن؟ پیوسته باشه آره همه چی باید رنگش. به همه چی بیاد ام. آره شما نمیتونی کچل رو با دنپایی تنت کنی کار نمیکنه و این لحنه رو برای این میگم ما مثلا یه برندی داریم که همون شوخ و است تو الان استوری یک تبلیغ میکنیم با حال تو این استاگرام بله اگه یه روزی هم تلویزیون خواستیم بریم باز شوخ و شنگ بله شما شو نمیتونی, آره نمیتونی هر جا وقتی که هر جا یه جور باشی مثل آدم بایپولاره تو هیچ وقت با یه آدمی که چند شخصیتی اصلا نمیتونی رفاقت کنی کل بازی برند سازی همینه آیا ما میتوانیم دوستی بین برند به عنوان یک هویت انسانی با انسان هایی که به عنوان مشتری در نظر میگیریم برقرار بکنیم یا نه کل موضوع همینه پس حالا من وقتی میخوام دوستی برقرار کنم آیا میتونم یک شخصیتی بسازم که چند قطبیه هرگز کی با یه آدم چند قطبی رفاقت میکنه میگه آقا یه روز مثلا اینوری یه روز اونوری تکلیفت با خود روشن نیست خدافس چند قطبی دیده میشه است. آره برای همین هیچ کس باش حال نمیکنه حال آره ممکنه یه بارم ازش خرید کنن و ولی وفاداری وجود نداره ام. و ما تلاش میکنیم در برندسازی که ذهن مصرف کننده تنوع طلب رو طوری مهندسی کنیم که به راحتی ما رو سویچ نکنه به رقیب همه اینا میشه اون هویت آیدنتیتی برند آیدنتیتی برند ای آیدنتیتی یا هویت برند حالا آیدنتیتی هم چیز دیگه بین علما اختلافه اختلاف دیگه بعضیا مثلا آیدنتیتی رو همون کالکشن هویت بسری میدونن ولی واقعیت اینه که این ور اون هویتی که شما دارید طراحی میکنید به لحاظ انسانی ویژگی های منحصر به فردی که برای برندتون در نظر میگیرید رو ما به عنوان آیدنتیتی میبینیم که حالا لباسش میشه اون هویت بسریه حالا چه لباسی میخوای در روی این آدمت بکشی تنش کنی بس این, این مدلی خیلی سادش بکنم میشه این که اگه برندت آدم بود اون آدمه چند سالش بود چه شکلی بود چه, چه میکرد؟ میکرد چاق بود لاغر بود اینجوری حرف میزد مثلا من کت شلوار میپوشید اینجا با این یه تیشرتی بود دقیقا. نه دقیقاً به خیلی سادهش بگیم در مورد هویت بدن چیزی داری بخوای اضافهش بکنی مثال با مثال که خیلی پرفکت باز دوباره مثلا مثال میتونم همین چون میخوام مثال ایرانی بزنم نه به خاطر اینکه ما کارشو انجام دادیم ما به خاطر اینکه میخوام بگم میشه تو ایران برند ساخت میشه تجربه کرد میشه, میشه کرد آره. چون الان ما میگیم ولو مثلا امنیت آره. تو طرف میگه آقا کو ولو اصلا ولوی وجود نداره مثلا ما در نمایشگاه صنعت ساختمان که اخیرا برگزار شد که نمایشگاه بسیار پر ترافیکی هم بود اومدیم قرفه ایمن آب رو با همین روی کرد طراحی کردیم یعنی گفتیم که آقا باید این بحث سستینبیلیتی یا پایداری یا بحث دغدغه‌های زیست محیطی داخل قرفه پیاده سازی بشه برای اولین بار ما در قرفه بازی گذاشتیم یه تور بسکتبال بیرون قرفه نصف کردیم زیرش یه سطل آشغال بسیار بزرگ بود نماینده ها که میومدن اونجا با میشستن سر میز مثلا حرف میزدن جلسه که تموم میشد می گفتیم آقا بوتیر تو برد بیار درش رو ببند وایس پرت کن تو این پرتاب کن در این سمده. اگر میشد بهشون یه جایزه زیست محیطی میدادیم که شامل خاک و بذر بود و هم یه درگیری ایجاد کردیم کلی فان بود اون فضای تجاری جدی میشکست یه رابطه صمیمی بین برند و شرکای تجاریش ایجاد میشد و خب قرفه خیلی شلوغ شده بود و تو چش بود حالا اتفاقی که میافتاد اینا درسته که شاید ظاهرش بگن آقا اینا چیه مثلا برید به کارتون برسید برید مثلا محصولتون رو بفروشید نه من یه نمایشگاه خیلی شلوغ دارم آیا بعد از اینکه آدمو از نمایشگاه اومدن بیرون آره یادشون هست من اونجا غرفه داشتم واقعیت نه آره ما تلاش کردیم که اونجا کاری بکنیم که اگر اون آدمایی که اومدن نمایشگاه بازدید اگر ازشون پرسیدی که آقا کدوم غرفه رو یادته بگن آقا غرفه ایمن آو یادته واقعا آره. 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 من فکر میکنم به سادگی نی... من خیلی نمایشگاه میرم به سادگی یادمون نمیمونه ولی اتفاقات خاص تو رو باعث میشه که یادت بمونه حالا اون یه چیز جالب هم بهت بگم ما یه کمپین سوشال هم طراحی کردیم که زحمت اجراش هم با بچه های خود تیم مارکتینگ ایمن آب بود یه سری اینفلوئنسر رو آوردیم تو قرفه که با همین روی کرد شروع کردن تولید محتوا کردن و ما تو چهار روز ده هزار فالوور جدید گرفتیم ده هزار فالووری که بدون جایزه اومدن و ده فالووری که اومدن پیج صنایع بهداشتی ساختمان فالو کردن خیلی آره یعنی نرفتن مثلا چه میدونم پیج دورسا رو فالو نکردن که پر از زیبایی و جذابیت تاش چی میخواستن ببینن یا فلاش تانک دیدن یا جامعه دیدن ایلیه. یا واقعا. جای دستمال کاغذی و نمیدونم های سینک و چیزایی که مربوط به صنعت ساختمان بود و این اتفاق نشون داد که کار میکنه و در کوتاه مدت کار میکنه ما میگیم برند برای آینده است برند در بلند مدت کار میکنه ولی میشه ازش برد های سری هم به دست آورد و واقعیت اینه که یکی از جذاب ترین نمایشگاه هایی بود که برگزار کردیم و خودشون هم خیلی خوشحال بودن که کار کرد آره برد. آره آره مثلا آره. این کار کردی که داری میگی کار کرد کار میکنه کار میکنه جز اون چیزاییه که میشنویم این برون بر اونور که من هم الان بیزنس دیولپر یه جای ایران انجام میدم اینه که اینو مال با ایران نیست ما اینجا بر بغل نه 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 این اشتباهه نه کار میکنه خوبم کار میکنه, میکنه خوبم کار میکنه. میکنه خوبم کار میکنه به خصوص در بحران ها خودشو نشون میده یعنی اون زمانی که اوضاع خرابه اونهایی که برای برندشون وقت گذاشتن استراتژی داشتن درست استراتژی رو پیاده کردن اونجاست که وقتی بحران پیش میاد و اوضاع کسب و کارو خراب میشه حالا میبینیم اونا میمونن اونایی که زمان گذاشتن آره, اون دیگه من آره. بهترین جایی که آره به نظرم زمان بحران بهترین آزمونه برای اونایی که ورود میکنن هم. به این حوزه و اونایی که ورود نمیکنن میخوام در مورد نام برند ازت بپرسم یه ذره در مورد نام برند به اون بگو انتخاب اسم انتخاب اسم گفتم دیگه واقعا اسم هم مهمه هم مهم نیست مهمه برای اینکه شما رو در گروه محصول اشتباهی پوزیشن نکنه جایگذاری نکنه مهمه برای اینکه بعدا شما رو گرفتار نکنه مثلا یکی از مثال هایی که وجود داره که تو دنیا این اتفاق افتاد کمتر هم کسی شر شنیده باشش یه برندی بود به نام جاس فلافل در امارات که حالا یکی از بنچمارک های مهم ما بود زمانی که میخواستیم رستوران رو راه اندازی بکنیم خیلی دنبالشون میکردیم سهامشون در بورس امارات عرضه شد باورت میشه اسمش جاس فلافل بود یعنی فلافلی بود ولی واقعا در مسیر مکدونالد شدن بودن تو کشورهای مختلف شو زدن کیس استادیاشون در دانشگاه دوبه تدریس میشد و عالی بودن خیلی عالی بودن یه روز یه دفعه دیدیم نیست شدن اصلا نزدیک حدود چهار ماه بود مونده بود به افتتاح رستوران و من دیدم اینا نیستن سایتشون کو نیست پیج اینستاگرامشون کو نیست محف شدن. آره محف شدن, محف شدن. اینا که داشتن این بولدوزر میزدن میرفتن جلو گفتم چی شد الگومون از بین رفت و رفتم یه سرچی کردم دیدم بله مدیر عامل مصاحبه کرده گفته آقا ما اشتباه کردیم اسم برند گذاشیم جاست فلافل چرا چون جاست فلافل یعنی جاست فلافل فقط با فلافل بفروشی تو بعضی از کشورها ما مجبور بودیم که غذای جدیدی به منو اضافه کنیم اسم ما به ما اجازه نمیداد آره و مجبور شدن که فکر کن کل دنیا ریبرند کردن اسمو عوض کردن و اسم رو جی اف استریت فود. حالا یه وقتی اگه گذر دوستان به دوبه یا کشورهایی که اینها شعبه دارن بخوره میتونن برم ببینن شده الان جی اف استریت فود به حال جی اف استریت فود میتواند غذاهای خیابانی بفروشد که فلافل هم یک غذا خیابانی است ولی آره. و این خیلی درس بزرگی بود برای همین من توصیه به مشتریام اینه که تا جایی که میتونید از اسامی توصیفی فرار کنید اسامی توصیفی شما رو در آینده گرفتار میکنه وقتی میخوای محصول اضافه کنی وقتی میخوای که بیزینست رو توسعه بدی یه جای گریبان تو میگیره این خیلی مهمه حالا باید خوش باشه قابلیت تبدیل به لوگو داشته باشه معنی بدی در زبانهای دیگه نده چون اوکی ممکنه امروز تو بگی آقا من کسب و کارم اینقدر دیگه حالا کوتا از ایران خارج بشم نه شاید یه روزی از ایران خارج شدی یه چکی بکن ببین به زبان عربی به زبان مثلا حتی برنده بزرگ این بالا سرشون میاد نووا در اسپانیا شکست خورد چون نووا در اسپانیایی خونده میشه نووا و نووا به اسپانیایی یعنی راه نمی روید. و شما هیچ وقت ماشین نمی خرید که اسمش راه نمی رود اصلا مسخرت میکنن تو خیابون این ماشین خریده اسمش راه نمی رود اینا چیزاییه که توی نامگذاری یه حساسیت هایی که باید روز اول داشته باشی برای همین خب برند هایی که رفتن سراغ استراتژی نامگذاری آلفا نیومریک یعنی ترکیبی از عدد و حروف مثل BMW که ترکیبی از عدد و حرف اونها خب این چالش رو نخوردن مم. یعنی دیگه میتونستن حالا در هر کشوری برن بدون اینکه اسمو عوض کنن ولی برند هایی که در کشورهای مختلف اومدن شروع کردن روی لاین های مختلفشون اسمای متفاوت گذاشتن مثل سری کیا مثل سری هیوندا اینا به چالش خوردن مثلا یه جای اسم ماشین هیوندا آزراس یه جای گرنجوره جواب خب نمیده جواب نمیده آره خب پس یعنی محلش واقعا فهم آره،, آره آره یا مثلا طرف ای, ای اصلا اینجا نمیتونن تلفظش کنن پس اسمو عوض میکنن میدونی یه دفعه چه کاستی تو مارکتینگ به تحمیل میشه خب برسیم به من فکر یه خورده از خود برنده یه لاین خیلی مهم که الان هست برندسازی شخصی یا پرسونال برند در دقیقه خیلی هست من خیلی هم براشون سواله که چرا این فلانی خیلی مطرحه <متقا> یا رقیباشون میگن چرا من دیده نمیشم این همش این دیده میشه حالا چه بازیگر باشه چه صنعتگر باشه چه حتی حوزه بیزینسی باشه برندسازی شخصی یعنی چی بذار اول همین موضوع رو به چالش بکشیم که آیا اصلا مهمه که دیده بشی مهش. مهمه یا اینکه اینطوری سوال مطرح کنیم آیا مثلا حتما باید مشهور بود برای اینکه بهت لیبل برند شخصی بزنن یا به خودت بگی که خب حالا که من شناخته شدم پس برند شخصی هم دارم میخوام بگم نه این اینم بازی باور عمومی کاملا اشتباه است یعنی کسی که خیلی معروفه الزامان برند شخصی <تصفح> نداره خب چطور ببین بستگی داره که با چه روی کردی به موضوع برندسازی شخصی نگاه کنی همونطوری که ما در مورد برند تجاری میگیم برند لوگو نیست برند سر و صدا نیست تبلیغات نیست برند موضوع دیگری است برند چیزی است که فراتر از محصول یا خدمتتان میفروشید برند نمیدونم اون چشمانداز و معموریت و ارزش ها و چه و چه است در مورد برند شخصی هم همینطوره یعنی ما یک تفکیکی قائل میشیم بین بازاریابی شخصی و برندسازی شخصی این دوتا کاملا با همدیگه دیگه فرق میکنن شما میتونید برند بازاریابی شخصی کنید معروف شید پولدار شید ولی ته شما برند شخصی نیستید شما اون سرمایه اجتماعی رو نخواهید داشت لزوما شما شهرت دارید ولی سرمایه اجتماعی لزوما ندارید شما شهرت دارید ولی اثری نذاشتید اگر بمیرید اتفاقی نمیفته شما به راحتی با یه آدم دیگه جایگزین میشید برندهای شخصی قابلیت جایگزینی ندارن برندهای شخصی یک میراثی از خودشون میذارن اگر حالا ما چون اینجا بیشتر بچه‌ای که دارن این پادکست رو گوش میدن یا میبینن از جنس کسب و کارن در حوزه کسب و کار و صنعت یعنی اینکه آقا من آیا صنعتم رو یک گام به جلو میبرم یا نه آیا من منشه اثر هستم یا نه پس اینه که میشه برند شخصی برای همین خودت از تصویرت مهمتری خودت باید از تصویرت جلوتر باشی این چیزیه که ما در برند شخصی بهش خیلی دوسته تا بگوید برند شخصی بگو ببین من میگم برند شخصی به کسی میتونیم اطلاق بکنیم که میتونیم میتونی بهش بگیم پرسونال برند یا بگیم آقا این آقا برند شخصی داره یا این خانم برند شخصی داره که چشمانداز اون آدم سمت جامعه باشه سمت مخاطب باشه ببین کسایی که بازاریابی شخصی میکنن اصلا دنبال چشمانداز سمت جامعه نیستن اصلا دنبال منافع جامعه نیستن همه منافع اینجاست پول هر جا پول باشه منافع همونجاست و به هر قیمتی میخوان بهش برسن برای همین میبینی که کارهای عجیب غریب میکنن تبلیغ عجیب غریب میکنن وعده های عجیب غریب میدن اینها کسایی هن که ما بهشون میگیم دارن بازاریابی شخصی میکنن ما به اینا نمیگیم پرسونال برند اصلا اهمیتی نداره که طرف 500 یه میلیون فالوور داره 10 میلیون فالوور داشته باشه اصلا مهم نیست این آدمه تهش چیزی نمیسازه این آدم امروز شاید مثلا چه میدونم چهار تا پکیج به شما بفروشه پکیج نمیدونم پول لاشو نمیدونم در حین خواب انگلیسی یاد بگیر یا هر مزخرف دیگه ای که خورده مردم میدن بالاخره که اون جامعه که تو امروز گولشون زدی ده سال دیگه آگاه میشن میفهمن تو هیچی بهشون ندادی میفهمن که اصلا تو بردشون در مسیر اشتباهی خب تهش اون آدمه وقتی بازنشسته است و انتهای عمرشه با اون آدمی که حالا تلاش کرده که یه چیزی بسازه یه میراسی به جا بذاره یه ارزشی خلق کنه اون دوت دوتا رو باید ته مسیر با همدیگه در نظر بگیری کدوم خوشحال ترن اگه برگردن عقب کدومشون میگن که دمم گرم با این زندگی که کردم اگه برگردن بازم همینجوری زندگی میکنم کدومشونن که خوشحالن از این که چیزی به جا گذاشتن اونی که فقط مثلا یه سری ملک و املاک و ماشین گذاشته برای وراس که بخورن یا اونی که یه چیزی به جا گذاشته که یه جامعه رو تکون داده یه صنعتی رو بهش شکل داده یا جلو برده البته پولش هم گرفته آره میخوام همین رو بگم میخوام بگم که اینجوری نیست که اون آدم مثلا ریاضت میکشه نمیدونم سنگ به شکم میبنده اون کسی هم که تو حوزه برندسازی شخصی فعالیت میکنه حتما تهش به پول میرسه حتی ممکنه از اون بازاریابی شخصیه از اون آدمی که رو باز... رو، روی کرده بازاریابی شخصی داره حتی در ته داستان حتی پولدارتر باشه این اینا اصلا منافاتی با هم دیگه ندارن ولی تو وقتی تارگت و هدف رو میذاری پول اصلا قصه عوض میشه ولی وقتی هدف رو میذاری که یه چیزی بسازی یه چیزی اضافه بکنی میری تو یک مسیر دیگری حالا اونجاست اون سوشال کپیتال یا سرمایه اجتماعی به وجود میاد حالا اونجا حس خوبه هست تش ما میگیم در برندسازی شخصی شما باید خوشحال باشی اون خوشحالی درونی ها نه خوشحالی ام. از به دست آوردن ویلا و خونه و ماشین و نمیدونم قایق تفریحی و هواپیمای شخصی من میگم این پرسونال برندم مثل اون برندسازیه چشمانداز و بیانیه و استراتژی و, و این جور چیزا داره, داره. داره همه چی داره آره خب می چند تا میخوایم مثال بزنی برامون خارجی و داخلی از برندهای شخصی موفق به اون بگی حالا تو اوزای فکر بهترین مثال دوست خودت محمد رضا شعبان علی معلم ماست آره واقعا یه آدمی که آره آدمی که چشم اندازش درک شده سمت آدما یه آدمی که ارزشاش درک شده سمت آدم ها خیلی کارا رو نکرده که میتونسته بکنه به نظر من این،, این اتفاقیه که آدم ها باید شکل بدن که یه چیزی بسازن یه اثری بذارن مم. یه کمکی بکنن اگر مطمئنا اولویت اولش پول بود الان این سرمایه اجتماعی رو نداشت مم. حالا بچه هایی که اگر آشنا نیستید یا جمع تازه به جمع پادکست اکنون منحق شدید ما یک گفتگی سه قسمتی هم با محمد عزو شبانلی در قسمت یازده پادکست اکنون سه بخش داره که با محمد عزو دو ساعت صحبت کردیم میتونید اون رو هم بشنوید یه نفر بخواد برندسازی شخصی بکنه داره این مجموعه رو میشنوه میگه من که فریلنسرم یا من که مهندس عمرانم من مثلا حالا یه کاری دارم انجام میدم مجموع شرکت نم میخوام پرسونال برندم رو مطرح بکنم از کجا شروع کنم ببین مرحله اولش میشه شناخت شناخت از خود یعنی این کسان اون آدمه کجا وایستاده یه مثل یه آزمایش خون که همه زندگیتو زندگی تو میریزه بیرون باید یه پروفایلی از خودت داشته باشی نقاط قوت ضعفت نمیدونم کاستی هایی که داری علاقت مهارت اصلا همه این رو یه بار بیاری رو کاغذ آقا اصلا من کجا و اونجا بفهمی که آقا من پشن یا شور و اشتیاقم چیه من برای چه چیز شروع اشتیاق دارم ممکنه که تو تر خیلی چیزها مهارت بالایی داشته باشی ولی لزوما در اون بخشهایی که مهارت داری شروع اشتیاق نداری ام. مثلا فرض کن که یه آدمیه هم خوب ساز میزنه هم خیلی خوب آشپزی میکنه سازش تو مهارت از ده ده آشپزیش تو مهارت از ده پنجه این طرف به لحاظ شروع اشتیاق سازش از ده پنجه ولی شروع اشتیاقش در مورد آشپزی از ده دهه اگه من بخوام به این آدم یه توصیه بکنم میگم آشپزی این میگم اگه قرار باشه فقط یک جا وایسی که حتما باید یک جا وایسی چون ما اصلا اینقدر عمر نمی که بخوام در ده تا حوزه عمیق بشیم من به این آدمه توصیه اینه که آقا برو دنبال آشپزیه پشنه اون پشنه من. بهت کمک میکنه که پنجه تا حتما ده کنی و تو از انجام دادن این خیلی خوشحال تری یعنی صبح که از خواب بیدار میشی با انرژی زیادی میری سمت اون حالا این،, باعث میشه که تو اونجا یه نوآوری میکنی اونجا یه چیزی اضافه میکنی یه ارزشی خلق میکنی که هرگز در یک حوزه دیگه نمیتونستی اون اتفاق رو شکل بدی این میشه تیکه اهم. اولش تیکه دومش میشه چشمندازه حالا من چه چشمندازی دارم سمت جامعه چه چشمندازی دارم سمت مردم چه چشمندازی دارم سمت میبینی اصلا من نمیگم من خودم چون همیشه تو چشمنداز اینطوریه تو شرکت هم همینا میگه آخه چشمنداز برندتون چیه میگن اولین برترین بهترین میگم آقا این که منافعش برای مردم نیست این همش منافعش برای توه تو اون بر چی بذاری که اگه به سمتش حرکت بکنی همه اینا به دست میاد یعنی ما در متاسفانه در موضوع چشمنداز ما شیپور رو از سر گشادش میزنیم در صورتی که شما باید چشمنداز تو بذاری سمت مردم سمت جامعه و سمت صنعتت و به اون سمت حرکت کنی اگر اونجا حرکت کنی حتما ارزش خلق کنی ارزش خلق کنی حتما اولین برترین بهترین میشی ترین میشی آره یعنی ما این مسیر رو همون چشم اندازه که گفتی دیگه نه نگاه جالب جد... نگاه, جدیده نگاه جدید نگاه جدید آره یعنی این چشم اندازه من الان تعیین بکنم به عنوان یک برند شخصی حتی تو اون یک برند بیزینسی هم همین بود شما به تهش مردم چی گیرشون میاد بله یعنی تا تو چی اضافه میکنی؟ تو رو بکشن مردم چی دست دادن دقیقا ها؟ آیا یه آدم شیادی که فقط داشته پول در می آره یا اینکه نه یا ای آدمی که مرد <تصفح> <تصفح> آدمی که ارزش خلق می‌کرده و چیزی مم. به من اضافه کرده یه چیزی به صنعت اون اضافه مم. کرده پس من اینو انجام میدم بعد چشم انداز از نظر اون جامعه هم میبینم بعد آره. حالا اینکه چجوری میخوام به سمت این چشم اندازه حرکت بکنم هم چیه چک کاستی هایی دارم برای اینکه برسم به اون چشم اندازه برم به, به اون, کاستی ها برسم نقاط قوتمو تقویت کنم اگه نقطه ضعفی دارم که خیلی در مسیر رسیدنم به, به چشم مانع ایجاد نمی کنه، خیلی خودمو درگیر اون نقطه ضعف نکنم رو نقطه قوت ها بیشتر بپردازم جوهره برند شخصی رو در بیارم اینکه به لحاظ تخصص منو باید به چی بشناسن قرار نیست منو به دو هزار تا چیز بشناسن ممکنه من خیلی توانمندی های زیادی داشته باشم قرار نیست همه رو عرضه کنم ام. چرا چون برند شخصیم رقیق میشه دیگه اون برندگی رو نداره پس من میام میگم آقا من میخوام حوزه کاری مشخص کنم تو چه حوزه ای اون حوزه ای که نسبت بهش پشن دارم ام. اون حوزه که نسبت بهش شور و اشتیاق دارم حالا این فارسیش رو بگیم اون چیزی که هر روز با انرژی و با شوق براش از خواب بیدار میشم و مهم نیست که تا کی کار کنم دیگه هیچ ساعتمو نگاه نمیکنم این خیلی مهمه و اینکه من چه ویژگی بارز شخصیتی دارم که میتونه به برند شخصی گره بخوره و اولین چیزی باشه که با اون میاد بالا راجع من چی گفتی؟ گفتی همه تو رو به چی میشناسن به برند و برندسازی سازی می این اون تیکه خورده آره اون این اون تیکه بوده که من میخواستم یعنی من میخواستم که این اتفاق بیفته آره چون تصمیم گرفته بودم از سالها قبل که روی این حوزه تمرکز کنم چون احساس کردم که این حوزه اقیانوس آبی است که هیچ کس بهش نپرداخته و من میتونم اینجا ارزش خلق کنم حالا یه موضوع دیگه که وجود داره حالا چه ویژگی بارز شخصیتی داری که میتونی به این اضافه کنی چه توانمندی داری که میتونی به این اضافه بکنی مم. که اولین چیزی باشه که با اسم تو اصطلاحا ریکال یا یادآوری میشه پس مجموع این دوتا میشه جوهره برند شما کارت چیه و بارزترین ویژگی شخصیتی چیه یه قصه حالا ما اونور در مورد سازمان و پروداکت و اینا بدن صحبت کردیم الان داشتیم میگفته داشتم به این فکر میکردم خب بعضی میخوان هم برند شخصی داشته باشن یعنی مدیر عامل خیلی معروفی باشن هم سازمانشون یا پروداکتشون معروف باشه مثلا ایلان ماسک و تسلا جفتشون برندن واقعا بله ممکنه مقدور شدنی بریم سمتش نریم سمتش چیه؟ آره, آره این خیلی سوال خوبیه یکی اینکه که یه تحقیقی انجام شده توی آمریکا توی اون تحقیق از 1013 نفر فکر کنم تحقیق شده بود تو تحقیق به این نتیجه رسیده بودن که دو تا شرکت همسان که محصولات مشابه دارن و تقریبا محصولات خیلی با همدیگه تفاوتی نه. ندارن آره مدیر اون شرکتی که روی برند شخصیش کار میکنه و مردم باهاش ارتباط گرفتن احتمال 70 درصد بیشتر وجود داره که از اون بخرن خیلی عدد بزرگی ها آره حالا اینو به ما به هر کسی توصیه نمیکنیم ما یعنی با واقعا باید اون مدیر عامله بتونه بیاد تو این فضا یعنی چیزی بخواد بیاد بیا. چیزی برای عرضه داشته باشه اینکه سرفنگه سلف، بیزینسمن موفقه در این نمیشه که پرسونال برند موفقی هم باشه. باشه چون چون شاید نتونه چیزی به سند اضافه کنه صرفا ترید کردن و بیزینس کردن و خیلی خوب بلده ام. ولی اگه واقعا اون مدیر عامله بتونه روی برند شخصش به معنای واقعی کلمه یعنی برند شخصی که بتونه ارزش خلق کنه نه اینکه هر روز باهاش مصاحبه کنن توی نشریات مختلف اگرچه که به لحاظ باز بیزینسی اونم کار میکنه ولی باز اون از منظر بازاریابی شخصیه ام. از منظر برند شخصی این میتونه بسیار تاثیرگذار باشه تا 70 درصد در انتخاب بین دو محصول مشابه یعنی نه اهرم میتونه حتی اون اصلا بازی رو میتونه عوض کنه یعنی ما, آره ما تو میشه این آره ما تو پروژه هایی که داریم من نگاه میکنم به مدیر عامل اگه مدیر عامل در توانش باشه و احساس کنم که ظرفیتش داره یکی از توصیه های مهم من بشینه میگم در کنار اینکه داریم برند تجاری تو میاریم بالا حتما باید روی برند شخصی شما هم کار کنیم <متصفح> چون برند شخصی شما میتونه بازی رو عوض کنه برند شخصی که از همه معنی که همه همه جا بشناسند گفتیم نیست مثلا تو صنعت آب که اون دوستمون گفتی داره بس. کار میکنه اگه بخواد پرسونال برندشو بسازه برای اون صنعت اون کامیونیتی میره بستگی به میشوند. بستگی به محصولش محصول داره دیگه ده. آره مثلا اونجا ما محصولی داریم که کاملا بی تو مثل فلاش تانک که به آدم های حوزه ساخت و ساز میفروشیش محصولی هم داریم مثل های سینک که اونجا به زن خانه دار در هر دو بخش برند شخصی باید شناخته بشه مونتا حالا اینجا به چه نامی؟ به نام آدمی که دغدغه‌مند در حوزه محیط زیست. آره، حالا اون محتواش دیگه در میاد دیگه تو. بله. با چی میای بالا؟ بله. و با باید باور طرف باشه ها. نه اینکه میخواد از کجا بفهمیم؟ مثلا یه دسته یه مدیر الان اینو میشنوه. میگه از کجا بفهمم منم جزو اونا بیانه؟ خب ببین هر کسی خودش میدونه چند چنده. هر کسی خودش میدونه که آیا واقعا چیزی برای ارائه داره آیا چیزی برای اضافه کردن داره میتونه ارزش دیده شدن مرحله بعدی ها یعنی اصلا دیده شدن مرحله آخره ما اصلا کاری مم. به دیده شدن نداریم قبل از اون مرحله آخر وقتی میخواد چ... مثلا مرحله چشم انداز مرحله دوم اول که شناخت خود بود که خودت میدونی که کجا وایسادی مرحله دوم چشم انداز است آیا واقعا تو چشم داری سمت جامعه صنعت دغدغه شو داری آره دغدغه شو داری اگه نداری دنبال اینی که حالا فقط یه بیزینسی بکنم که اوکی تهش اینه که اگه بخوای بریم باید رو بازاریابی شخصی کار کنیم یه ذره دیده بشی فقط برای من هم به نظر میرسی که واردش نشی هم بهتر چیز برای ایران باشی آره چون دار... یه وقتایی که وقتی بحران پیش میاد اگه آدمه آخه وقتی این کارو رو میکنی حالا تصویره از خود جلو میزنه چون خودش که انقدر گنده نیست که تصویرش گنده میشه چون پول داره هلن. هی این تصویر رو بزرگش میکنه میشه یه بادکنکی که تو هی باد کن باد کن باد کن با اولین سوزن یه انفجاری میشه که همه چی به هم میریزه حالا اولین سوزن چیه مثلا فرض کن بحرانی در اون سازمان به وجود بیاد محصول یه باگی بده که مثلا به چند نفر آسیب برسونه اونجاست که تازه عیار آدم مشخص میشه ام. حالا سطح انتظارات و بردی اینجا ولی تو خودت اینجایی نشکنی اصلا آره خیلی اوضا بد میشه نشکنی چیزی نیمونه در مورد برندسازی شخصی فکر کنم خوبه همینقدر اشاره کردیم من تو چند سال داشتم ازت پرسیدم حالا چیزای دیگه هم داره ها اگه دوست داشتی میتونیم بدم. دوست دو چیزی اضافه کنی خودت بهش آره ببین بحث حالا چیزی که باز اونجا هست بحث بیانیه برند شخصیه اینکه آقا من کیم چیم چه کار میکنم برای چه کسی میخوام ارزش خلق بکنم چه جوری رو بهتر میکنم و یک داستان کوتاهی درباره من که به قول آقای جف بزوس میگه برند آن چیزی است که وقتی در اتاق نیستید پشت سرتون میگن حالا این خیلی تعریف دم دستی از برنده همونجوری که قبلا هم گفتم خب باج برند خیلی عمیق تره ولی در همین حد که آقا چی پشت سرتون میگن یه قصه ای باید درست کنی که اون قصه هر رو مردم بگنش قصه ای که واقعا درسته یعنی فیک نیست که حالا روی اون قصه زندگی بکنی که حالا بعدا مردم این روایت ها رو پشت سرت داشته باشن که کار میکنه <applause> و بحث آخرش اینه که اوکی حالا من چجوری خودم رو ارائه کنم من میگم اولا این که یک شما باید الماس باشی الماس نتراشیده حالا بیا این الماسه رو بتراشیش و بذاریش تو موزه <applause> اونجا میشه ارائهه ولی تو نمیتونی شیشه رو جای الماس به مردم بفروشی اون موضوع بازاریابی شخصی همینه مردم فکر میکنن این الماسه چون این آدمم داره جای الماس این پرسونال برند برند که نیست او آدم معروفه رو داره قالب میکنه به مردم اولین خبری که میاد و باعث میشه که همه میفهمن که اه آقا این الماس نبودا <applause> مثلا من یه دفعه یکی تنه میزنه به اون استنده اون میفته زمین و خورد میشه و همه میگن ای بابا این که اصلا الماس نبود ادعا داشت. حالا ببین یه چیزی بهت بگم شهرت الزاما به معنی فکر بودن که نیست وقتی چیزی پشت حتما فیکه وقتی چیزی پوشه شد؟ مثلا مثلا ما الان یه نفر داریم که تو این اینستاگرام مردم میخندونه و 20 میلیون فالوور داره. این پرسونال برنده؟ حالا آدم داریم که در همین حوزه کمدی واقعا داره چیزی اضافه میکنه. خب؟ از نظر من اون, چیز اون کسی که داره چیزی تو این حوزه اضافه میکنه، داره صنعتش رو میبره جلو، داره سطح سلیقه مخاطب رو ارتقا میده. اون شاید مثلا کامیونیتی کوچیکتری داشته باشه ولی به نظر من اینه که یه تو ارزش شافعینی رو میذاری جایی آره اصلا فرقم کنید میتونه یه کومیدین پرسونال رند باشه به شرط آن که این آدم واقعا اصلا خودش اینه. از تصویرش جلوتر باشه آدم توانمندی باشه خب میگم اون نقطه که داری اون گرانیگاهی که با میستیروش میگی اون محوری اینه اون منشه اثر بوده منشه اثر و ارزش بس اگر میتونی ارزش آفرینی میدونی چرا روش کار آره. میدونی چرا مردم نمیرن سمتش چون خیلی سخت خیلی پروسه آره چون خیلی سخته دا. خیلی طولانیه و مردم میگن آقا همین الان یه آمپول بزن من برم آمپول بزن من برم میشه وضعیتی که الان تو شبکه اجتماعی داریم میشه این همه شیاد و کلاش و کلابرداری که دارن از عدم آگاهی آدم سوء استفاده میکنن جالب بود تو خودت الان یه نفر بیاد اینجا بگه من پول خوب خرج میکنم رو برندسازی من کار کن اگه اگه الماس نباشه کار نمیکنم میگی قابلیت چه نداری من قبول نمیکنم آره من قبول نمیکنم ما الان چون داریم کسایی که داریم بهشون تو حوزه برندسازی شخصی کمک میکنیم همشون استخونبندی خوبی دارن ولی آدم همین همی آنالیزا رو انجام میدیم آره ما توی جلسه هم اول... جنس کشفه آره جلسه اول من میفهمم طرف چه کار است بعد حالا که چجوری چی چشلوغا... قبول نمیکنه چی میگی تو ردشون میگی سرم شلوغه یا آره یا... شفاف بشت... میگی که نه نمیگم نمی. آره چون باعث دلخوری میشه واقعا میدونی به لحاظ فرهنگی نمیتونی ماشاد اگه مثلا چه میدونم توی یه دیگه. کشور دیگه بود بهش میگفتم آقا مثلا تو این کاره نیستی مم. من دوست دارم در مورد اینم ازت بپرسم دیگه خیلی هم اذیتت نکنیم بس... این خلاقیت بغل برندسازی آژانس تو با همه در مورد این یعنی موردم به ما بگو که این خلاقیت یعنی چی ام. و چرا تو عنوانش هم داری میاری چون هر که تبلیغات میکنه ببین من یه طرح جدید زدم و تو وقتی اینو تو هدر سایت سازمانت داری میاریش احتمالا یک فلسفه پشتش اون چی ام. ببین خلاقیت که حالا خیلی ها به اشتباه فکر میکنن که یه استعداد مثلا ذاتیه فلانی اصلا خلاقه واقعیت اینه که خلاقیت یک مهارت یعنی شما میتونید در طول زمان به دستش بیاری و توی حوزه برندسازی چیزی که خیلی مهمه و حیاتیه اینه که شما باید هر سزل قصه برندسازی رو در کنار همدیگه داشته باشید سزل یعنی چی؟ یعنی دانش، تجربه و خلاقیت یعنی این ستا در کنار هم دیگه است که کار میکنه شما هر تیکش رو ازش بگیری فیل میکنه و شکست میخوره یعنی نمیتونه اون تیم اون آدمه اگه یه دونه از اینا رو نداشته باشه نمیتونه برای یه کسب و کار یه استراتژی خوب بنویسه حتما یه جای کارش میلنگه و بعدن حالا ممکنه که اون سازمانی که این سرویس رو گرفته دوچاره مسئله بشه برای همین این چیزی که ما تو این حالا 15 -20 سالی که کار کردیم به دست آوردیم و اینجا تجمیعش کردیم در قالب یک تیم و داریم سرویس میدیم ترکیبی از این ست سه که حالا یه جوری میتونم بگم که مزیت رقابتی ما شده مزیت رقابتی یعنی غیر قابل دسترسی برای همه آره دیگه به خاطر اینکه از جنس زمانه مثلا مثلا فرض, آره مثلا فرض کن یه نفر میگه آقا دانش خب باشه من میرم دانشگاه فلان میرم خارج از ایران درس میخونم اوکی درس خوندی مثلا خلاقیت باشه میرم کلاس خلاقیت مثلا پنج سال میرم کلاس خلاقیت حالا میگیم تجربه آیا میتونی مثلا این هزینه رو بپردازی مثلا 15 سال کار سخت بکنی در سازمان های مختلف میدونی این ست ستار آیا مثلا برای خود کسب و کار رو انداختی الان یه اتفاق خیلی بعدی که افتاده اینه که داریم با موج گسترده از مشاورانی روبرو میشیم که از دانشگاه اومدن جوانن تجربه کافی ندارن و این تجربه یه جاهایی واقعا الزامه مثلا تو نمیتونی ازش بگذری بگی نه مثلا دانش بیشتر میتونه تجربه کمتر رو کاور کنه یه جایی باید باخچه خودتو بیل زده باشی <applause> نمیتونی یه دفعه بیای وارد این فضایه بشی این مسیری که تو میتونی به آدم ها مشاوره بدی یه عقبه ای میخواد که این عقبه به سادگی به دست, به دست نمیاد. نمیاد. آره از جنس همین رقا آره از جنس زمانه رقابت. چون از جنس زمانه تقریبا یا غیر قابل رقابته یا به سختی قابل رقابته از سروش ادام داری دیگه ببین واقعیت اینه که تو تو این حوزه نمیتونی ادعا بکنی چون میگم این علم نیست دو, دو تا چهار تا نداره این شبه ایم. علمه ولی این بستهه با بزاعتی که امروز وجود داره نقطه خوبیه و براش برنامه ریزی شده میخوام بگم این نقطه که امروز وایستادیم تصادفی به دست نیمده یه زمانی با یک استراتژی و در یک ریل مشخصی حرکت شده که امروز به این نقطه رسیدیم که میتونیم حالا کمک کنیم و واقعا من خیلی اینو میبینم و روی کرده اونم همینو نمیگیم آقا بریم مثلا فلان پروژه رو بگیریم که پول در بیاریم میگیم ادبیات ما اینه میگیم ما میتونیم به فلان کسب و کار کمک کنیم و واقعا میریم که کمک کنیم اصلا دنبال این نیستیم پول اولویت دومه این نیست نیستا این یه باوره میگیم آقا اولین چیزی که مهمه اینه که من و کارفرمایی که باش کار میکنم باید نتیجه این اتفاقا رو ببینه باید لمس کنه در غیر این صورت چه کاریه مثلا من برم حالا یه نوکی به این ور بزنم یه جایی گندش در میاد بالاخره آدم ما توی مارکت کوچیک دیگه میپیچه این میگه آقا این اومد من نتیجه نگرفتم اون میگه آقا من اومد این اومد نه نتیجه نگرفتم برای همین همیشه میگم آقا صاحبان کسب و کاری که میخوان با شرکت های مشاور کار بکنن حتما بگراند چک کنن یعنی حتما برن عقبه اون آدمه اون سازمانه رو با سازمان هایی که اون آدمه ادعا میکنه که باشون کار کرده حتما برن چک کنن آقا ایشون با شما کار کرده حالا بعضی هم ممکنه که بگن آقا حالا مثلا فلان مدیر که جواب ما رو نمیده نه واقعا جواب میدن سنگ بزن آقا بپرس آقا مثلا با فلانی میخوام کار کنم شما ظاهرا باش کار کردید شما راضی هستین یا نه ما به همه مشتریام هم این توصیه رو میکنیم ولی معمولا انجام نمیدن ولی یکی از مشتریام این اخیرا این کار رو انجام داد با ما واقعا زنگ زد به تک تک مشتریای قبلیمون و پرسید هم. و همون هم بهش جواب میدن برای همین برای اینکه چون این کار میه و یک بار باید در سازمان انجام بشه من همیشه میگم میگم آقا توی جراح میخوای نمیتونی وسط جراحی به این چی برسی که آقا جراح درستی انتخاب کردم یا نه دیگه وسط جراحی خوب یا بعد باید جراحی انجام شه باید قبل از اینکه وارد و اتاق عمل بشی یه بار راجع به جراح یه تحقیق اساسی بکنی بعد که دیگه جراح تو انتخاب کردی دیگه بسپر وسطش دیگه هی نمیتونی, نمیتونی بگی آقا وایس حالا ببینم چی شد دیگه وسط داستانیم دیگه باید بریم و این همه فکر میکنن که برندسازی یک پروژه است برندسازی یک سفره تو باید یک همسفر انتخاب کنی چون ما درسته که مثلا توی مدتی مشخصی حالا بستگی به اسکوپ پروژه میایم استراتژی می نویسیم هویت بسری ولی بعدش پیاده سازیه اون برند بانی است اون حفاظت از برند است اون تفسیر درست از برنده چون واقعا یک سند بالادستی رو میشه تفاصیل مختلفی می هم ازش داشت دیگه هم زیاد دیدیم ما میگیم که آقا اونی که نوشته خودش هم بهترین مفسره پس منو به عنوان همسفرت انتخاب کن نه به عنوان آدمی که اومدی با میخوای باهاش یه پروژه تعریف کنی این پروژه نیست در مورد بقیه هم همینطوره یعنی حالا بروشی یعنی مدت نبینش لانگ ترم لانگ ترمه و تو باید یه برندبان داشته باشی م. حالا یا تو سازمانت باید احساس کنی که اوکی آقا دیگه من فهمیدم که ما یه آدمی داریم در سازمانمون که میتونه با همین کوالیتی که تو این داستان رو میبری جلو اونم میتونه ببره جلو اون موقع میتونی مثلا آژانس تو کنار بذاری ولی تا موقعی که این اتفاق نیفتاده تا موقعی که اون جانشین پروری اتفاق نیفتاده بهتره که شما این سفر رو با یک تیم آره با یک تیم ببری جلو آره همون کسی که مینویسه همون هم باید پیاده کنه در تمام بخش حداقلش به عنوان حقیقت یک همراه باید باشه حالا این سواله من در خود کلمه خلاقیت بپرسم حالا از توی مسیر هستی باشون از چه جنسیه یعنی چی کار میکنی براشون ذره بگو جنس تبلیغات سلوشن های خلاقانه بهشون بیشتر اینه که ما یه جور دیگه به موضوعات نگاه میکنیم جور دیگه, دیگه آره، دیگه. یعنی حالا اصطلاحاً میگن out of box یا خارج از چارچوب بهش نگاه کردن ب... ما سعی میکنیم از یک دریچه دیگری به موضوعات نگاه کنیم در یک هدیه تبلیغاتی در یک بروشور در مثلا لانچ یک سریال هر چیزی که هست اون استراتژی رو نگاه میکنیم پیام بریف اولیه میاد آقا من میخوام اینو به بازار بگم من حالا میگم من اینو چجوری میتونم به مارکت به شکلی متفاوت در چارچوب این استراتژی چقدر سخته که همینا رو کنار رو هم دیگه در بیاری پیچیدگیش اونجاست اینجا هنر شماست که حالا من استراتژی رو دارم آره من استراتژی رو دارم بریف شفاف توضیح شفاف و سمت مشتری اومده صورت مسئلهش کاملا شفافه من این میخوام یک نگاه متفاوت و خلاقانه داشته باشم در این حال خودم قائل قا... میدونم به این چارچوبه و ایده پردازی و خیلی نتایج درخشانه عالی پس هم. هم. همه نمیتونن این دوتا رو با هم داشته باشن به شرطی که زندگیش کرده باشه زندگیش کرده باشه باز زندگیش کرده زندگیش باز زندگیش باز زندگیش باز زندگیش باشن. باشن. آدمی که میخواد شغلش عوض کنه یا جوونه میخواد شروع بکنه اگه علاقه من به این مسیر و این بازی بود از کجا شروع بکنه؟ از شاگردی کردن از خاک خوردن همون کاری که ما کردیم م. دیگه بره توی آجانس کار یا آژانس یا سمت مشتری هر م. کدومش م. یه آخه یه تجربه است سمت آژانس یک زندگی سمت مشتری زندگی دیگه است چجوری یه بگو؟ ببین سمت آژانس شما تنوع کاری داری و فشار خیلی زیاد وجود داره و پروژه های مختلف میاد و میره اون بر سمت کلاینت یا سمت مشتری وقتی مثلا شما به عنوان مدیر بازاریابی کارشناس بازاریابی هستی متمرکزی روی یک کار روی یک پروژه ام. و چالش های در حقیقت کار کردن سمت مشتری رو درک می آره ببیم. مثلا من چون اونور بودم 15 سال وقتی اومدم اینور میفهمم که اونور چی میخواد میفهمم که نیازش چیه چه جوری میتونم بهش کمک کنم این برم سمت آژانس هم خب یه تجربه متفاوته هر دوتاش جذابه ولی اگر من بخوام به کسی توصیه کنم میگم که اول سمت کلاینت بعد سمت آژانس یعنی همون زیستی مم. که خودم داشتم عمیق‌تر چون از این بر احتمالا دیگه نتونی بری اون بر سر. نه؟ میشه نه من میشه. خیلی رو آره داشتم که از این بر رفتن اون بر مم. یعنی آژانس بودن رفتن سمت کلاینت مسئولیت آره. قبول کردن به مسئولیت قبول کردن آره مم. حتی خب تو آژانس هم شما بالاخره یه جایی مسئولیت تو آژانس دارید. دیگه حالا یا اکانت منیجری یا کارشناسی یا حالا هر چی ولی در کل این ترکیب این دوتا برای کار ما برای آدمی که میخواد یه روزی شبیه این کار رو انجام بده اینه اول سمت کلاینت بعد سمت آژانس و بعد اینکه حالا اگه میخواد خودش جدا بره کسب و کار را بندازه این مسیره به نظرم مسیر جذاب بعد در مورد خودت بخوام بپرسم اه، حضوری حضور تقریبا با کیفیتی در شبکه های اجتماعی داری بیشتر الان بچه ها بخوان دنبالت بکنن تویتر هستی و تویتر کمترم بیشتر محتوایی که تو تویتر منتشر میکنن برای بازنش در سایر شبکه اجتماعی یعنی <applause> خیلی توییتر چون چیزی که من مینویسم خیلی برای توییتر ها تو... یا جذاب نیست بیشتر برای لینکدینیها ها و اینستاگرامی ها جذابه حتی اونجا یه کامیونیتی کوچولویی دارم ولی لینکدین و اینستاگرام بیشتر فعاله لینکدین و اینستاگرام من لینکشون رو میذارم توی کپشن پادکست حالا بچه ها هر جا میشنون و میبینن بتونن پیدا بکنن یه شخصیت هوش مصنوعی با حال هم داشتید هوشنگ چی بود اسمش؟ نیروی جدیدمونه اسمش هوشنگ فامیلیش مصنوعیه و ما تصمیم گرفتیم که یه بخشی از تولید محتوامون رو بدیم دست هوشنگ آره این هم از, از برکات بچه بخوام ویدیو بذارن اولین ویدیوشو اگه میشه بذارید داخل پادکست پخش بشه ببینه خیلی اتفاق باحالی <تصفح> چه جوری ساخته یه توضیح میدی یه سایت هوش مصنوعی اگه اسمش رو اشتباه نکنم به نام الای که شما یه تعرفه مثلا حالا پکیجای مختلف داره صفحه کنگان ماهی 29 دلاره پرداخت میکنید و بابت این 29 دلار به شما اجازه میده که 15 دقیقه ویدیو تولید کنید و شما میتونید با تمپلیت های مختلف یه آدمی رو بیارید و بهش دیالوگ بدید اون براتون حرف میزنه سازمان شما رو معرفی میکنه خدمات شما رو معرفی میکنه روی این زبان انگلیسی بسیار با کیفیت تره تا زبان فارسی, فارسی، آره هم سینکش هم تلفظاش خیلی فارسی چالنجینگ یا چالشی اگه بخوای باهاش محتوا تولید کنی برای ما یه تجربه داشتیم گفتیم ما ای ایدو با هوشنگ پیشا پیش تبریک بگیم و آره بگیم چه چه هوشنگ چون از هوش میاد هوش هست ولی خواستیم یه اسم داشته باشیم دیگه با مشورت بچه ها تصمیم گرفتیم اسم نیروی جایده فانه واقعا هوشنگ هست خیلی من. دوست داشتم من. این سایت هم اگر لطف کنی لینکش رو بذاریم بچه که دوست داشتن اگه دیدن خودشون برای خودشون هم انجام بدن باش سلام من هوشنگ مصنوعی هستم همکار جدید آژانس برند سازی و خلاقیت رضا مهدوی الان که دارم این ویدیو رو درست میکنم ساعت چهار صبحه بعید میدونم به هم اضافه کاری بدن ولی مجبورم کارو تحویل بدم تجربه مهم یا اشتباه مهم توی مسیر کاریت چه قبل چه الان جدیدن بوده دوست داری بشه شروع بکنیم تجربه داشت اشتباه داشت. آره زیاد بوده مثلا سال 86 بود من میخواستم که با هیوندای توی نمایشگاه خودرو در مشهد شرکت کنم و اومدیم قرفه رو ساختیم و زیرسازی غرفه انجام شد و خلاصه تقریبا فکر کنم ساعت مثلا یک و دو صبح بود گفتیم که خب بچه ها ماشینا رو بیارید بذاریم رو غرفه روی این استندایی که ساخته بودیم یادم اون موقع یه توسان بود, توسان رو بود این توسان آورده بودیم برای اولین بار داشتیم هیوندای کوپر و اونجا معرفی میکردیم و یه جایی برای آزرا درست کردیم به صورت خاصشون کلا خیلی برامون متفاوت بود خودت هیوندای کرم متفاوت بود نگاه می‌کرد خلاصه اون یه قسمتی که کلی بود اکثر ماشینا میرفت اونجا با توسان شروع کردیم توسان رو ببریم بالا خلاصه فکر کن مثلا شب نمایشگاه توسان رو بردیم بالا قرفه اومد پایین <applause> و شما صبح نوه صبح افتتاحیه است و کل کفزی غرفت, غرفت همه چی از بین رفته و کلپس کرده بعد من نگاهی به پیمانکار کردم گفتم آخ این چه زیر سازیه اینا الان چیکار کنیم نصف شبیم ما دیگه وقت نداریم قرفه بسازیم که گفت اصلا نگران نباش من درستش میکنم گفتم باش دیگه حالا چیکار کنم الان نمیتونم بزنم تو سرم گفتش که چیزا رو داری ابعاد ماشین و فاصله چرخ ها اینا رو اصلا گفتم آره نقشش هست و رفی آدم حرفه ای رو جره سقیلی بود اوورد و گفتم گفتم میخوای چیکار کنی گفت بیا به جای اینکه کل قرفه رو زیر سازیشو درست کنیم فقط زیر چرخ ها رو تقویت کنیم یه مشبک فلزی درست میکنیم اینا رو میذاریم ماشین رو بغل میکنیم میذاریم روی این مشبک و فاصله ها هم که محور رو داریم خلاصه اولش طرف اومد و گفتش که ببین اگه ماشین رو بخوام از زیر تسمه بندازم بغل کنم رکابه جمع میشه و ماشین از بین میره گفتم خب باید چیکار کنه؟ گفت باید یه چیز درست کنم یه مشبک آمد. فلزی که اینو از زیر بغل کنه خلاصه همون شب خیلی بامزه بود آقا اومد و جوشکاری کرد و یه مشبک بزرگ فلزی درست کرد چهار طرفش و چهار تا قلاب انداخت که این ماشین رو از زیر بغل میکرد خلاصه دیگه اون پایه ها رو درست کردیم و روش رو با چوب بچه ها پوشوندن و قرفه رو اصلاح کردن و ماشین رو اونجوری بغل کردیم گذاشتیم روی قرفه و صبح دست نزنی بود دیگه چی؟ نه واقعا زیرش محکم, زیرش محکم بود این تجربه بامزه بود از رویداد که شبش یه استرس این شکلی به اون وارد شد بعد دیگه از اون موقع یاد گرفتم که اوکی حالا هر اتفاق ممکنه در برگزاری رویداد به وجود بیاد و باید فقط مسلط باشی و دنبال راه حل تو سر زدن خیلی نه جواب نمیدم محسن نمید. اون موقع ای کاش هم داری تو زندگی ای کاش این کار اونجا این کس اون فرد این کار ای کاش داری دوستم میرم من دارم میپرشم ببین کیه ایکاش نداره اینطوری بگم ایکاش تو چیه به نظرم خیلی از ایکاش هایی که میاد تو مغز آدم ایکاش های اشتباهیه <تصفح> یعنی اون لحظه مثلا میگی ای کاش مثلا مثلا ما چند, چند سال پیش قبل از اینکه رستوران رو بزنم ما چمدون اون دستمون بود قرار بریم سوئد برای همیشه مهاجرت کنیم بعد دیگه دوستان اومدن گفتن بیا رستوران بزنیم و شریک شیم و اینا من چمدون رو گذاشتم زمین همین چند وقت پیش که اوزا به همری خرجشون می میگفتم که واقعا من نباید همون موقع میرفتم سوئد ای کاش رفته رفته بودم آره واقعیت اینه که ببین تو اون لحظه با بزاعت اون روزت سعی کردی بهترین تصمیم رو بگیری پس دیگه ای کاشی وجود نداره امروز اگه میگی ای کاش یه معماییه که حل شده دیگه ولی اون موقع که نبود که اون موقع تو قرار بود به جای اینکه بری سوئد بری یه امپراتوری بزرگ مثل مکدونالد بسازی چون با اون بچه هایی که ما این بیزینس رو شروع کردیم قبلش ما نزدیک به 60 شعبه بستنی آورده بودیم بالا و میخواستیم اون تجربه فرانچایز بستنی رو تزریق بکنیم توی یک فرانچایز غذایی و همه چیز آماده بود واقعا برای یک اتفاق بزرگ ولی تش نشد حالا من بیام بگم اشتباه کردم اشتباه نکردم اگه واقعا میرفتیم سوئد بعد اونجا یه اتفاق بدی میافتاد یا من سرخورده می میشدم بعد دوباره باید برمیگشتیم چی میدونی من میگم من اون تصمیم و اون روز رو با تمام بذائت اون لحظه هم گرفتم برای همین دیگه باید ازش بگذرم خوب جالب بود مرسی برای دو تا سوال دیگه دارم جمعش بکنیم یکی اینکه پدر خوبی هستی همسر خوبی هستی حالا <laughs> بعد بله از همسر و پسرم بپرسی ولی با تعجب این که خب مدل کاری من اینطوریه که من خیلی تعادلی در کار و زندگی ندارم یعنی بیشتر سمت کار قش کردم گفت نمیدونم کار درستیه یا نه این یعنی رو کاغذ که حتما کار اشتباهیه ولی خب از اون جایی که یک چشم اندازی دارم و احساس میکنم که من خیلی عمر نخواهم کرد برای اینکه بتونم به این چشم اندازی برسم انتخابم این بوده که سمت کار قش کنم اولش خب خانواده یه گاردی داشت و اینها الان کمتر شده یعنی پذیرفتن که من این این اعتمادن آره رها کردن ولی ارتباط خیلی خوبی با پسرم دارم ارফান 16 سالشه و سعی میکنم که اگر بتونم تایمی بذارم براشون ولی واقعیت اینه که نه اونجوری که بایس که کتاب پادکست فیلم چیزی هم داری به بچه که این موضوع آره من فکر کنم که اگه بخوام یه کتابی بگم که دوام کنن حالا اصلا رفتی هم به وضع برند نداره یه کتابی به نام عمل به دانسته ها مال آقای کن به نظرم این میتونه اصلا روی کرد یادگیری آدم ها رو عوض کنه بسیار کتاب ارزشمندیه و بسیار کوچولوه یعنی یه بعد از ظهر میتونن تمومش کنن و زندگیشون به قبل و بعد از این کتاب تبدیل میشه آره اگه بخوام کتاب تخصصی معرفی کنم زاگ نوشته آقای مارتینیو مایر رو میتونم کتاب <applause> زاگ زاگ آره زاگ نوشته آقای مارتینیو مایر رو میتونم معرفی کنم تو حوزه استراتژی استراتژی کسب و کار نه استراتژی برند کتاب استراتژی خوب استراتژی بده ریچارد رومل تو میتونم معرفی کنم فیلم به نظرم فیلم فاوندر که داستان مکدونالده خیلی جذابه سریال مدمن اگر دوستان عاشق تبلیغات باشن بعد نیست البته از یه جای دیگه دیگه از فضای تبلیغات خارج میشه و روابط بین آدماست ولی یه شروع خیلی طلایی داره که اون خیلی جذابه راجبه سیگار لاکی استرایک وقتی میخواستن کمپین تبلیغاتیشو ببندن همین مرسی داره. و حالا یعنی یه سوال دیگه <applause> برند سازی رو در ایران ممکن و مقدور میدونی؟ حتما یه ذره بگو چرا جمعش بکن؟ گفتم دیگه ببین این یه نگرشه ربطی به این که مثلا چه میدونم هزینه بالایی میخواد یا الزامات ای داره نه شما فقط باید اون رویکرد برند محور رو به کسب و کار داشته باشی و بری سمتش حالا اینکه چرا باید بری سمتش گفتم. گفتم در شرایطی که حتی شما راهبر بازار هستید رهبر بازار هستید و احتیاجی به برندسازی سازی نمیبینید باید این کارها رو انجام بدید که مثالش میشه همون داستان همراه اول ایرانسل که دیگه تکرار مکررات نشه آیا در ایران میشود؟ بله چه فرقی میکنه؟ شما در هر کشوری میتونید انجامش بدید و در مورد هر پروداکتی، هر محصولی، هر خدمتی رو میشه به یک برند قدرتمند هر چیزی رو میشه به یک برند تبدیل مم. کرد. به شرط آنکه این ترتیباتی که توی حالا ارایزم بود رعایت بشه یعنی ریسرچ، استراتژی و پایبندی به استراتژی در عملیات، خلاقیت در چارچوب بسیار پس بس اگه یاد بگیریم میشه ممنون رضا مهدوی عزیزم اینجا آژانس برندسازی و خلاقیت به نام خودته خیلی دیزاین جذابی داره من خیلی لذت بردم از عوامل پشت صحنه هم متشکرم گفتگو جذاب بود, بود. بود کلی هم ازت یاد گرفت نه بابا متشکرم امیدوارم که مفید باشه مرسی